ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو دوستان عزیز ارزي سلام او احترام اوس امروز دوشنبه است 11 اکتوبر 2021 میلادي است بسم الله الرحمن الرحیم البته اوسه جاری افغانستان امو متنی پروگرام تشکیل میتان چې در وطن عزیز مگذره اخبار هم حاکی بود از وضع نامعلوم افغانستان شکوا و شکایت هم واقعا از گرسنگی ها و ای که افغانستان به یک فاجعه روی و روی خواهد بود مردم افغانستان او را هم میشنویم از رسانه های افغانستان و همچنان راپور هایی که از خیابان های افغانستان توسط بعضی رسانه ها آقای همایونی افغان و بقیه میرسه واقعا تکان دهنده است از سوی حکومت نابهنگام گفته به اینا و آینی به شتاب زده که البته روی کار آمد و خلای جوف باید پر می شد توسط طالبان فرار اشرف غنی و بقیه که بالای استیج ها فریاد بلند می کردن که خانه ماست و دم گرده و دم و کرده و که دم و کرده و دم و گرده و یک پسر نوبالغ یک آقای که نمیدونم به نام دکتر و ماستر و اینا ریختن در افغانستان یکی از اونا آقای حمدالله محب بودن که در ارگ واقعا دوری کسافاتی که امریکا فرستاده بود میگشتن و دامان خود پر کردن و شخصی به نام فضلی اونا در ارگ بسیار محبوب بودن نزد آقای غنی و بالاخره آقای غنی در روز اول وقتی طالب گفته بعض پای تپ تپ طالبا را شنید قبل از اینکه اونا به افغانستان داخل شوند به کابل داخل شوند فرار کردن و مو هلیکوپترهایی که یک ماه دو ماه قبل آماده داشته بودن و طیاربان و پیلوت و اینا به شکل آماده باش بالاخره با خانم و چوچو پوچو اولا نمیدانم عمله و فعله و با پولهای دزدی شده در امو هواپیماها فرار کردن افغانستان ترک گفتن و ملت گذاشتن و حکومت دارم به حال چی میگه در یک جوف و خلاق قرار دادن اگرچه آقای عبدالله در اخبار امروز در سرویس اخبار سرتکانی داشتن و علت مشکلات آقای اشرف غنی را دانستن که اونا فرار برقرار ترجیح دادن و بالاخره به شتاب زدگی در روز اول از افغانستان بیرون شدن بالاخره دیدیم که آقای امرالله صالح در تاجیکستان بود و در یک جای حتی یک سفیر افغانستان هم عکس آقای امرالله صالح را بلند کردن در تاجیکستان که اگر آقای غنی نباشه مطابق با قانون اساسی افغانستان اینا اوتومات رئیس جمهور افغانستان هستند بنان اعلان پادشاهی کردن گفته بعضی ها در اون تاریخ شنیده بودیم بالاخره او پادشاه هم با دزدی گیر آمد 6.5 میلیون دلار و نمیدانم سکه های طلا و دیگه و دیگه از خانه و منزل از اونا بیرون شد و یک 8 میلیون دلار برای برادر خود سفارش کرد که بده و بچیم لالا جان در کابل در خانه در فلانی یخدان پولها افتاده او را بکش اگه نیم میگیرن وقتی اونا پولها را آوردن در پنشیر باز دیگه پنشیری ها برادرای پنشیر او را به قتل رساندن و تیرباران کردن و بعدا اینا گفتن که او را طالب شلیک کرده در حالی که در درون خود اونا بالای پول دعوا صورت گرفت و پول هم سر گذاف پول بوده 8 میلیون دلار یعنی نیم پنشیر آباد میتانست کنه و خرابی های افغانستان اعمار میکرد مگر چند نفر دوز و غارتگری که ادعای زعامت داشتن و لاف میزدن و در چند سال که چی میگه مدافع حق مردم افغانستان هستن و دیگر به باد ملامت و ملامت قرار میدادن به هر حال هم تو را از دوستان عزیزم چرخ زمان هر چیز روش میسازه وقت میخواه و وقت واقعا
اما تو که غم و اندوره میزودایه یک عامل بسیار خوبی میتانه شود در حیات انسان ها در بخش شناخت انسان ها هم وقت و زمان یک چی میگه یک وسیله بسیار نیک شمرده شده در طول تاریخ بشر اما اشرف غنی را مطلق شناختیم و دیگرارا و گند بشری از اینا عذاب بیرون میشه و کسایی که با پول فرار کردن که گویا دیگه از چنگ قانون بیرون شدن مگر عذاب وجدان و غضب خداوند اینا را برباد خواهد کرد در آخر عمر و غضب فکری به سر خواهد بردن و پولهای اونا هم توسط دیگرا حیف و میل خواهد گردید برحال امرولای سالی کجا اگر اشرف غنی نبود من میخواستم از آقای عبدالله بپرسم اگر اشرف غنی فرار کرد خب مطابق قانون در نبود ایشان آقای امرولای سالی که کل امر و پشتیبانی امی شورای نزار و شما اونا بودن اونا کجاستن اونا باید فرار نمی کردن اگر اشرف غنی فرار کرده بود امرولای سالی چوکی را قایم می گرفت که برادر این مال من سو نیست برادر من رئیس جمهور هستم با طالب باید طرف قرار می گیرد مگر او طور نیست دروغ های شاخدار و اخفال مردم کفایت می کنه من میگم خود امی عبدالله هم بازخواست شوه طوری که در مولیس دیده شد چند صد میلیون دلار توسط عبدالله دزدی شده متو که اشرف طالب یک خسدوز یا به یک صاحب که سبور از یک بخشی از شهر که گویا یک موتر دزدیده و صاحب ریسمان در گردنش می اندازه و رویش با سیایی سیا می سازه یا عبدالله و کرزای و افراد و اشخاص امو تاکوهای بسیار کلان افغانستان بوده دارمار گفته میشه و اگر اینا را ایلا بتن و صاحب بفرماین و هر طرف میرین دیگه باز طالب در حق مردم افغانستان جفا میداره عقلاب تلف شده و غضب خدا بالای همو طالب که اینا را میگذاره که از افغانستان بیرون شوه نازل خواهد شده باید بسیار محتاط باشن در چی میگه یعنی اجازه و راهیابی برای اونا که با امریکایی ها یک گاهی کار کرده و در قطر قرارداد هم امضا شده که اونا را میگن بلی از خدا پول ما را ایلا بتین و نفرایتان ما ایلا میتیم اون نفر دشمن مردم افغانستان بوده شاید برای طالب صدمه زده یا طالب اونا را میبخشه و صاحب عفا میداره مگر حق العبد طالب نمیتونه ببخشه امی مردم بالای مردم افغانستان ظلم کرده جفا کرده افغانستان و خراسان اشرف غنی و حامد کرزی امو ایجنت های کلان در افغانستان اوناست که افغانستان فروختن به 49 کشور و امی فاجعه که بار آمد توسط امونا بار آمده چطور میشه که حامد کرزی تابعه گرده در افغانستان ما تعجب خواهد کردم که طالب بگذاره که حامد کرزی افغانستان ترک بگویه و عبدالله که واقعا در ایرکی قدرت چندین سال قرار داشت و حکومت نیمه نیمه با اشرف غنی نصف کرده بود او را ایلا بتن که هر طرف میری آقا جان گلاب بروید ای بسیار یعنی فاجعه بار خواهد بود و یعنی مردم افغانستان واقعا اینا را نخواهد بخشید البته همه طور است دوستان عزیز خدا کنه اخبار خوش را بشنویم از این به بعد البته استقلال اعاده گردیده بعضی تلفون ها از اکناف جهان برای ما میرسه دوستانی که واقعا در طول 20 سال حتی در افغانستان نبودن از راه های دور دلهای پر از محبت دارن برای افغانستان و مردم افغانستان یا فرض کنیم یک گروپ دکتر سایبا هستند در استرالیا تلفن زدن آقای واحد حیدری صاحب تلفن را او که غویلی زازر و آماده ایم چیزی که او که ولی سم یو چو او که ما در افغانستان خلکو تا او آغی سم وسیله سم پدرسی یه وقت که چه نعمت یا ازادی یه موگا پو نصیب سوی ده طالب سر چنگ خبری او که ولی ورور ولال در طالب سر خوزم نسم غگی ده چه دوم را وقت ما خیرالا ویلی چه واقعا دوی سمرت ورسیگی دوی معفق هستی
دوی میدان وګټي واقعاً جهاد یو فریضه ده که طالب نه وای او بل چا هم جهاد کړی وای ما هغه هم تاییدوو نو دلته چون طالبان په سنګر کې جنګېدل ما طالب ننګه کړې ده د دې لپاره چې دوی جهاد کوو نو د هغه لپاره اوس طالب حتی زه ورسره نسم رخ کېدی هم دغه چې نه میږي د مجاهد صاحب سره چې تلویزیونو کې ناستې وو دلته والته ما سره مصاحبې ته ناظرېږي چې موږ رسانۍ ته ځینې دوستان له افغانستانه راغلي په مطبوعاتو کې ډېر تجارب لري هغه زه پېژنم یو یې جناب حاجي صاحب سید داود هغه ده په مطبوعاتو کې وو ډېر ښه ارشیف لري زحمتونه یې ګاللي دي ورسره غږېدم هغه هم امریکا ته راغلی مایوسه سوی ده ځینې نور خلک دي وګړي دي چې بلایواز معاش نه غواړي صرف غواړي افغانستان ته خدمت وکړي په داسې یو حالت کې چې هغه شاید ضرورت ورته شته درسته امریکا به هم روپۍ ورکړي هغوی سره به مګر دغه دننه خلک باید را جلب کړي د خلکو زړونه په لاس کې وساتي خلک له ځانه بېګانه نه کړي خصوصاً هغه څوک چې افغانستان ته زر ډوبېږي زه خو علاقه نه لرم او نه ځم او نه کومه چوکۍ ته ځم او نه واجد شرایطو هم نه یم زه صرف دغه شی چې کومه دی کې شاید یو څه وکولی شم مداوم دا دېرش کاله م زحمت ویستلی تقریبا مګر دا چې زه لاړ شم او چوکۍ راکړه وزارت مطبوعات راکړه هغه کرام کې زه نه غواړم او مګر هغه څوک چې کولی شي واجد دي کولی شي لاړ شي عمل ته دوی سره یو وسیله د خیر شي لارې وروښي هغوی باید را جلب کړي په دغسې یو اساس وخت کې زه پوهېږم چې طالبان صادقه خلک دي پرهیزګاره دي کارونه ښه مخې ته بیایي یو صادق سړی که امیر وي د یو کمپنۍ هغه نور امیرینو ته ګوري نو شما باور کنین برای ما د زندګي واقعا تجربه شده در همو منزل یا خانه و کاشانی که در زیر یک چتر پدر صادق است دیندار است خدا دوست است اولاد هم طرف پدر میبینه در حقیقت که او حرکات و سکنات پدر را تعقیب میداره living by example or teaching by example یعنی با مثال که نمونه مثال پدر است رئیس فامیل است یا مادر میتونه باشه اولاد میبینه امو کانون اصلی تعلیم امو است و اگر پدر و مادر برای بیراهه برن امو را کاپی میکنه اولاد در یک مؤسسه هم در یک وزارت طرف وزیر میبینه اگر وزیر آدم صادق پرهیزگار بود کار بخواه از مردم اگر متخصص هم نبود درست است دیگه متخصصین صادقانه عمل میدار اگر شما متخصص دارین مگر پرهیزگار نیست دروگو است خائن است میدوزده از امو تخصص خود از امو دکتری و اینای خود استفاده میداره یک وسیله قرار میده که همونطور شد در 20 سال اخیر او باز درست نیست دیگه امو بخش صداقت طالب هم عرج میگذارم پرهیزگاری ایشان مگر آمدیم در رابطه با رشته های تخصصی و افراد و اشخاص را لازم داره که اونا را به کار بگمارن به کار بیندازن اگر او کسایی که در سابق به دلار معاش میگرفتن و میدوزدیدن و دیگه علاقه ندارن کسایی هستن که بلایواز میخواین کار کنن علاقه دارن در افغانستان حتی معاش هم مطالبه نمیدارن در شرایط فعلی لطفا به اونا دستان دراز کنین اونا دوستای افغانستان هستن و شما اگر دوست افغانستان بودین اونا باز هم دوست شما هستن بنان دشمنای افغانستان دوست امود حکومت بودن حال دوست افغانستان دوستای مردم افغانستان به می حکومت میتونه جذب شوه در ایما سپارخته نده طالب تا یا همدغه طالبانو تا بیانو که داغی خپل سر دنگی ورچه تا یو تکرای اغوسته یو طالب په وزارت مطبعاتو که می یو په آغی که می پوانتون که می یو ملا ناستی و سای تو داری چه حدیث شریف سویلی درست ده احادیث غن تاسی باید پویی و ضرور نده چه داغ مکاتب بود داغ پرتبات لسر لارس مدارس علمانه چه خدای و رسول سویلی دی ده واضح هم آیات و شرد اسلام پا حدیث ثابت سوی داغ ده پیو جلسه که غن شهن باید فیصله سی مگر اما کونه خیاله کونه فکره زد دید زینو آقای خز و دیدید
سنتی ملایان سردر سردر بیادن درست ندادی مال نظر زخپل وازی اما رکتیا رکتیا وای اما بیک طالب خپکی خدای دی خفکی هم داوز او که خوشالکی گی نو داغ کارون هم مگه غوارو خلق وز ورو ورو از وردکی گی داغ آغه یعنی توجه دی ولری خوصان اخپل تروک چی بیغراز سفارش کی ورازی او چی وای او غوی سر دی پرتبات کی گی که نیه بیاد دار اقام خو یو اختناق رازی او یو مصیبت رازی دا دی افغانستان په خیر ده. به هر حال دوستان عزیز ما میخوایم شما دوستان را هم داشته باشم تلفن شما رو بگیرم. بله سلام علیکم. جناب خطاب صاحب سلام علیکم تا دوستا خود دوستان و عزیزان تا چی منگا غد آوری خطاب صاحب دوستا پا خبرو که نور زیاد نشم یلی تا قد دیدان از خبرش برو که من چه تاسو در مجاید پیب خبرو که ولی زده تا دو جهانی تلویزیون دلاره نه سلام علیکم و نه او صحت برتا غاره نه مجاید پیب تاسو دو تلویزیون دلاره نه واقعا مجاید وی و شوی او واقعا رشد مو کاوری خلق تو تاثر تماس بونی و ما از ما پشم بود او من سوالونه درلو ده نن کاور از ده چه اقلا تو نیاشی که یو زل بدقی برنامه که ده خطاب سیب تاسو که وقت من لره ده پویگم ازر شی او هر خواسته چه بیرون ده افغانستان ها خلق گلری اغا تاسو ده مطرح که اغا استاسو پرفه ده ده خطاب سیب ارتباط ده هم بایم چه نه من استاسو نلوری وارو نماش وارو نمقاب و مندلت وارو من ده استاسو ده دا آقایی به احترام نرو دلتا تاس بکی که مشوری در کهو که چیر تا خواه هیچ ویده تاس و خویه منی که چیر دنش ویده ویده منی درسی فکر مکاوی که زمین نور وطن پرستان و اسلام دوستان پا جهان که نشتا شتا منگه یو زیم خطاب در نور دوستان دی خواه اون سراغ لو بلی خبری تا که خطاب سایتا در تکلی خبر او کوره چه طالبان اشتی هم ما پا وضاحت بولی تل در رئیز در پانتون تا چه حقانی سایب تا چه دا تکرای بسارا چه او لکه چه ناوی در خسر نا مخ پتایی تازان پت کرای دای او یو پوز دی خاری شونده دیم چوب نبینی دا خوب قرآن که دسته نه دا اغا بیخی میکرده سر مش مشابه کمایل دا خوب قرآن که دسته نه چه من جلابی ده نه ستا پسی نو پسر گانده دا غا تکرای باید بی دیر بنا سبرا نشتا دا از ما مبارزه دا تنگه کم بلا لارزه نلارم دا وطن شوق ما سرشتا پا این زمان که بنا خبر حال دا قوان دیر مروری چه غیر دا طالب دا پاکستان من نور سوک انتقام نشی اخیسته دا چه طالب دی دینا بی اشرار و دی طرف داران و متهم اول چه دا پاکستان دا 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 نن معلوم آشو چه دوی دی دورن بخط که هم چه موزی گیری لری او پا این زمان که دا پاکستان جنایت بار پر مقابل که هم چه موزی گیری لری رحمت دی پا دیو باندیوی غیر دی او بل دا چه دا خراسانیان و پا حقل زوای ما چه خراسانیان عزیز تا زمانی که شما دشمن خدا نشناسه این کمیان دوستای احمد جان است و در این زمان عمو لطیف پدرام که تا او حلقاوی نشه و طرفدار یزید که خراسان خواستا هستند و اینا با داعش ارتباط دارد تمام جنایت هایی که امروز صورت میگیره به شمول جنایت قندوز شما بدانید که این حرامزاده ها در اونجا دست داشتند شما چرا دشمن خدا نشناسه این لنگوشن بر شما و ما شما امروز بیشتر ما میگین که طالب داعش مسلمان است از اسلام دفاع میکنه ما هم مسلمان هستیم شما کجا مسلمان هستیم داعش طالب است به ضد تازه به نام به ضد طالب هستیم به این نهیم بین به آن جهاد بکنیم تا که طالبیم لعنت به شما نفرین بر شما و باز هم بر شما نگیم که شما نابود شدنی هستیم رو به زوال هستیم و ملت شاید خواهد بود تشکر آقای کیوان فلزان به هر حال همه اینجا یکی گفته که خطاب بالای طالب از طالبا خواسته بود که وای را سفیر افغانستان در امریکا بگو ما را ما سفیر افغانستان هم در امریکا هستم سفیر یعنی نماینده مردم افغانستان در حقیقت شاید سفیر حکومت افغانستان نباشم ما در 20 سال ما نمایندگی از حق مردم افغانستان کردیم دفاع از حق مردم افغانستان این را باید به فکر داشته باشی زه په خپل سر پاچا یم ته پیږي دا امی کې مې گفتن وای د خپل سر پاچا ده و بهترین شاهی هم و است که یک نفر آزاد باشه یکی زیر سلطه یکی و زیر حراس دیگری و سه با سیکیورتی گارد دی طرف بده و دیگه کو به اول لحاظ مو پاچای سر خود که میگم مستم دیگه سفارت ما چی کنم که
برای من طالب سفارت پیشنهاد کنه و دیگه کنه. او کاری او سیاست مدارا شد دیگه. بسیار سفیرها رو دیدیم دارم اینجا آمدن و رفتن. ما که آمدم بخیرم وحید کریم صاحب سفیر دور داود خان بودن، بعد از او آقای نورآمد نور آمدن در وقت کمونیستا و چپی ها، و بعدا چندین سفیر آمدن. بالای همی سفارت دعوا بود، جنگ بود. آقای سراج وردک دی خدای او بخیقه تلیفون که ویدای طالبان و بیرق جگ کم مالی جگی کد دی خدای خوار کی را بینی با یعنی به می ترتیب یعنی ما همیال دمی استادیو سفیر هستم قربان شم. یکم عقل تا بکار بنداز به نام داود شاهین نام داره کودن آدم میتونه باشه در غیر از او خود تو عرفایی را که در شنیدم. از افغانستان میفرماین؟ از و علیکم سلام. از کجا میفرماین؟ از افغانستان، از مزار شریف. بسیار حالا بسیار حالا بفرماین. بسیار خوش میشیم از مزار شریف. بیشتر دیگه به شما که دکتر عبدالله در مورد صحبت کردین، باید از دکتر عبدالله از حامد کرزی باید برشون بازخواست شوه، ازشون پرسان شوه، ازشون تصفیه حساب شوه. اینا رو نمونن که برن زیر نظارت باشه. اون کسایی که آزاد موندن فرار کردن، پولا رو گرفته رفتن، اینا باید که زیر تعقیب و زیر چیز باشن، نمونن که از اینا فرار کنن. دیگه در موردی لطیف پدرام، امروز شما کلیپش شما موندن، این لطیف پدرام اونم کسی است که محرک تمام است که نام افغانستان حتی قبول نداشت که باید خراسان شود. نام 500 ساله و 1000 ساله رو میخواست که باید به خراسان تبدیل شد. نام خراسان اینا محریک های اینا شیاطینی هستن و چیزا بیگانه و میگه که باز طالبا چیزی پاکستان هست، اجیری پاکستان. ولی امروز خودش در تاجیکستان خواهم کنه روز سمان سرپاشی بگره که به جبه مقاومت ایتو شد. به جبه مقاومت کدام جبه مقاومت؟ کدام کی هست؟ کیا هست جبه مقاومت؟ بنام باز مردم رو به تشویش میسازن. همه دکتر عبدالله کسایی رو تعهد کرد، یک کسی بنام محمود سیقل امروز در تلویزیونی چیز گفت میزد، تلویزیونی طلوع صحبت میکرد، انتقاد سرمی چیز سرمی طالبا، حکومت طالبا که ما بخیر در آینده یک جبه جور شده باید مشارکت شده. و ما به این صاحب دکتر عبدالله از طرف خود زمانی حامد کرزی وزیر اوبر ساخت، این تابعیت استرالیا رو داره. در وقت معمول همی بود که باید تابعیت دومی رو بگیرین وزیر شدین. اینمی آدم تابعیت خود نداد، از وزارت تیر شد، از خدمت به مردم. همین آدم بی تعهد که به وطنش تعهد نداره از خدمت تیر شد رفت. با زمین همین دکتر عبدالله نماینده دائمی در ملل متحد ساخت. خواهد اینا چی جور میشه از وطن؟ چی رو آدم توقع کنه؟ خطاب زد غیر سمپاشی غیر چیز یک چهار تا طالب آمد اینجا حکومتی اگه گمارات جور کنه و به این کنش مالو بیتیم و شما یک کمک کنیم. دکتر عبدالله میگه که مردم پیشتر اشرف غنی فرار کرد و مردم در اینی حالت مانده. کدام حالت مانده؟ نمو حالتی که فساد نیست، نمو حالتی که شما رشوت خوری و پولای میلیونی میلیونی تان از دستان رفته که از این وقت چوری چپا حال کده نمیتان. یه اونم یک چهار بای آن چهار روز که بیکاری سین مکتبا کلی رویشان سیاه شد. مکتبا این چهار ولایت خودم صفات ما همش فعال شد، شبرغان، سریپول، مزار، قندوز کلش جور میشه اساسا. بخیر اینا همش گپای بیهوده میزنن، همش رو تخریب میکنن وطن. ایوازی که بیان از دیگر بیرون مملکت باید به مردم بیان که اینا کمک بکنن. درست از اینا ملاس و بیشتر شما گفتیم، ولی باید بری ما وظیفه از بعد امسال چهار نفری که میفهمن بیاد پولیس نویستا شو یک کمک بکنن. اختاقه یک خدر مردم افغانستان همین سمپاشی کده سمپاشی کده مردم رو بخیر بیچاری رویشون هم ضعیف ساختیم. زنا ولد پانتون استاد نیست که بر درس بده، شاگردان داره آزاد مونده که بره در پاندون. استاد نیست، استادا فرار کرده رفتن، کس کنی تیاره خود عبدا انداختن دیگه. خود از اینا در از چیز یک بیغیرتی و بیمتی فرار کرده رفتن وطن ایلا کردن. ولی پاندون ما این مزار میگه بین شاگرد ها هست معلم نیست که درس بده. حسین فاق باید علایده شاید اینمی طالب بینیمی چیزا میخواید باید قبول کنیم با شما با ایجاب باشه با دیگه باشه. و خود مردم عیار ساخته استادا فرار کرده، چلا همه ایش خوب میشه دیگر شما را زحمت دادید. خدا حافظ دارم. بسیار تشکرم. من تعجب به مغز بعضی افغان ها میکنم. ما بارها برتان عرض کردیم که بالای طالب انتقاد باید کرد اگر انتقاد موجود بود.
در اونجا فاصله ما و با یک چند نفر به مغز شفیق ناصر ده که چه ده و ورور خدای ده تات انصاف در که لگ ده اصلاح کی طالب ما تا اهمیت را کرد ما چی اهمیت را کرد زد چه کاره ما زد خودال تا وایم پا چای سر خود ما چی ده افغانستان ده خلکو دفاع کما ده طالب حکومت بندیم انتقاد کما او ده طالب باغتم ده طالب چه رازی خودال تا ده خلکو حکومت ده کنه ده افغانستان حکومت ده باید خبری وکی دلایل هم در تو ویلی هغه کیوان صاحب هم خبرې وکړې دغه مجاهد په هغه وخت کې چې چا اهمیت نه ورکوه نه یې راوستو ما راوستو باور ولره چې د هر یو به ما ته ویلي وایي ته لیونی یې وایي سر یې څه ورته وایي بوی شوروا مې ته دا شیان یې راته وویل او ته چېرته وې ده ده کوم څوک یې ته بریتور هم دای خلقیانو غوندې یو سړی ته و راسته کنه نرغوندی خبری وک دا اینه که دی دا بریتونه و دا شهنی که دی تعجب ده ولی تاثر ده زیز نگوارم چه ما تا خدای ما تا اهمیت را کرده ده تی لیوانه لیوانگر تس مانا لگی تعجب کمه ولی ما یکان بار اینجا بشار یعنی برای ما در فیسبوک جملاتی بشار مهربانانه و دوستانه که خداوند خیر بده طول عمر تا یک دفعه برای ما چند بار که می نیم عمر ما که وزی بعد باقی مانده ایم ریا خدایی رو نصیب خودت بدار بطم برادر گل ما همی عمر ما و از خودت اگر به خیر صرف میشه برای افغانستان شاید خودت بیشتر خیرسان باشی من نمی دانم از ما را خداوند به خودت نصیب بداره که در رای نیک خرج شد ای کسایی که برای دوزی و غارت و چتیگویی و اینا دیگه عمری از رای هیچ به درد نمیخوره چون یک حیوان میاین و یک حیوان میرن و سه نشقار میکنن و اینا دیگه اویچ به درد نمیخوره بله سلام علیکم سه سلام علیکم خطاب و علیکم سلام میرم خطاب شما در ابتدای پروگرامتون در مورد پاکستان گفتیم که بسیار مثلا سرعدات بند کرده و بسیار تیزا میکنه خطاب سوی یک چیز واضح است که پاکستان همی پالیسی میکرهای پاکستان مثلا از کشورهای اسلامی فیلن آنها بهتر می دانند خطاب در زمانی که در افغانستان امارت اسلامی ایجاد شده و ایجاد می شود کاملا خطاب صاحب و ثبات در اونجا و عدالت ایجاد می شود اینها می دانند ممالک اسلامی همشان که وقتی که ارتباطات غرب و اروپا و امریکا با امارت اسلامی خوب شود پس تمایل پالیسی های جهان غرب و امریکا قسم جور می شود که مثل که می خواهند که مثلا یک نظام های اسلامی تمامشان به مثل امارت اسلامی در افغانستان باید تبدیل شوند که مثل یک عدالت مثلا پاکستان که است یک مملکت کرپشن است مثل عربستان که امو آل سعود است یا دیگه ممالک اسلامی اینا در خطر مفتن منافیشون به خاطر که میدانند که در اونجا هم اروپا و غرب میخواید مثل که امارت اسلامی یک عدالت و دیگه چیزهای است در اونجا شبه کنی مثل ملک توایفی که در عربستان است امو خانواده شما همشان در خطر میشن نمیمونیشان غرب که دیگه در به اصطلاح در اونجا باشه و حساب دموکراسی رو هم غرب در اونجا نمیخواد به خاطر که آنها در افغانستان رو تجربه کردن امریکا بیا که کار نمیتد اما ملک اسلامی پس امریکا و یا خطاب صاحب به این نتیجه خواهد رسید از پالیسی میکرهای تمام ممالک اسلامی میدانند که آنها میخوان که در جهان اسلام قسم مثلا که صورت بگیره که مثل امارت اسلامی که هم روابط بهتر با مردمش و با همون دولت صورت میگیره یا دیگه پس نمیخواین که از یک نگاه خوشدار طالب هست اما از نگاه دیگه نمیخواین که مثلا میخواین که فعلا ایجنتای خود در امین نظام طالب ها جای بجای کنه ممالک اسلامی به حساب اسلامی یا روابط که طالب ها باید از این برادرای طالب همشان باید با خبر باشن میخوان که طالب ها رو به بدنامی بکشانن وقتی که زمانی که در این جیجنت های زیاد جای بگیره دولت طالب ها رو به چلن میکشانن و مردم افغانستان حتی همی کسایی که قربانی دادن قماندان ها و جنگ جای طالب ها هم از ما فاصله میگیره بعدن و نظام طالب ها تنها میمانه خطاب و مو رهبرایشان بله 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 میخواهی نظر شما رو در این مورد به خطاب سر همچنان گفت کسایی که همی فعلا مثل پترام یا بیسیاری کسایی که هستن تفرق جویی در بین ملت مردم افغانستان میکنه باید طالب ها به ممالک گوشدار بتن مثل که ما تهدید نمی به یک کسر نمی گذاریم که تهدید از سرزمین افغانستان باشه با و بلا بزر بلا بزر خطاب سر و همچنان که مثل کشورهایی که مثل پترام رفته در تاجکستان اونجا تهدید بر امنیت ملی افغانستان برای تفرقه اندازی می خواهد که کار بگیره تاج
تاجیکستان یا ایران باید طالبا هشدار بده که ما دیگه کسایی را نمیخوایم که از ممالک خارجی بیان اینجا در بین ملت افغانستان تفرقه اندازی کنه یا دیگه کنه که یک تهدید بر ملت افغانستان اگر چنین کار بیره بل مقابل هم چنین کارهای در مقابل آن کشور خواهد صورت گرفت. میخوام نظر شما را تشکر. متر از حال فراتر از او که پدرام چی میگه و پدرام حال دیگه یک آدم چی میگه از امو بلا تشبیه میگم سک که رمی خود گم کنه و سه باز در شهر داخل میشه پاچه ای ربویکو او ربویکو کی صاحب ماست در تاجیکستان یک صاحب پیدا کنن یک پشتیوان گر داشته باشن که باز سرشان های مردم بیان به افغانستان و اونا حمایه کنن. این پرازیت های افغانستان اونا هم هستن همی برادران احمدشای مسعود و پسر احمدشای مسعود پرازیت شمرده میشن گندشان برآمد همی راپورایی که از پنشیر آمد و اسلحه‌ای را که اینا انبار کرده بودن و دعوای پاچایی میکردن و سب ای حکومت داران افغانستان هیچ به حکومت نمیماندن همی علی دمی سرویس خبری امروز عبدالله عبدالله در یک رسانه هندی مصاحبه کرده بود علت فروپاشی حکومت قبلی را فرار اشرف غنی فاصله مردم و فساد و اینا در حالی که خود از اینا فساد پیشه بودن و در درون همی خود دستگاه حکومت اشرف غنی حکومت حتی یه آدم نصف میکرد. وقتی اشرف غنی آرای بیشتر میبرد در انتخابات اگر شما 10 رای یا 20 رای هم بیشتر ببرین شما برنده هستید. در حالی که در برابر عبدالله عبدالله اشرف غنی با او که او تقلب هم کرده بود و دلخواه مردم هم نبود خب هر چیزی بود گیرم همی انتخابات زیر یک سلطه اگر تمثیل میشد دموکراسی او آدم دو بار برنده گردید و دو باری سر ناباشمی را گرفت با او و مراسم تحلیف برپا داشت. در درون خود حکومت ای آدم ریشه هایش کوبید و از بین برد و همونجا خود شرش ساخت دو بار. بازمی آدم رئیس شورای عالی صلح بود مستقیم یک گرگان تشکیل شد که شورای عالی صلح که صلح را برقرار بسازه با طالبان تفاهم بداره و یالی وقتی اشرف غنی فرار کرده او را متهم می سازه که علت فروپاشی حکومت فاصله مردم بود. خو اگر بود خود شما هر دویتان زعیم یا دو رئیس جمهور بودین در افغانستان خودت چی کار می کردی چی بده می کردی در سپیدار بود چی بالا سر نشسته بود. یعنی نیمه نیمه مسئولیت اینا باید می گرفتن. وقتی اشرف غنی با این بالاخره با سر ناباشمی را گرفت و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده وقت امریکا پای درمیانی کرد و اخطار داد به اشرف غنی بالاخره اشرف غنی باز خود زرد کرد و سر رنگ خود و در برابر از یادم لرزید و پذیرفت و امر اولول امر خدا یا کلول امر خدا بار دوم هم برای عبدالله عبدالله تسلیم شد و حکومت نصف و نصف با او پیش برد. تا یک نفر یالا جاری سر سرک گفته بعضی چی میگم و گلمجم قاتل مردم افغانستان آورد بیاد سر شانهای مردم گذاشت و او را نه تنها که قدر کرد حتی درجه مارشالی با یک نفری که درجه خورزابیتی هم نداره نه تعلیم کرده و نه دیگه جز گلم جمعی و سه آدم کشی او رو قرارداد با او یعنی اجبارن پذیرفت اشرف غنی با اونا که بله همی آدم باید رتبه مارشالی داشته باشه. یعنی با او حد اینا تقسیمات کرده بودن قبل از قبل برای گلم جمع وعده داده بود که خودت وقتی با ما همکاری میداری موفق شدم رتبه مارشالی خود تفویض خواهد شد. عالم معینی سرتکانی دارند یعنی میگن کلشان فاسدین هستند باید رسمان در گردن خود از اینا یا امو قوماش شورای نظار بالای خود انتقاد دارن بالای امرالله صالح بالای نمیدانم کی و کی حالی خود گرفتن به داعش خود شرش ساخته که ما در حقیقت داعش هستیم که وقت داعشی هم میخوان که تو یک چند نفر لوچک ممره از اونا در افغانستان فعال باشن که خرابی کنن و انفجار و دیگه حالی معلوم میشه که در امو
انگامی حکومت اشرف غنی انفجاراتی که در چند محل بسیار مهم و فاجعه بار بود، از پانتون گرفته تا مدرسه شهدا بود که شهید شترکایی در امو دشت برچی و همچنان بیمارستان های زن های عامله و اینا، همه از اینا سب کاری همی مردم بود. حالی مردم می افغانستان باید بدانند که دشمن اصلی کی است. از همین راپورهایی که از پنجشیر می آید، یک واقعا دشمنی بالای با مردم افغانستان بودن، زورگویی ها که او با پایان رسید و طالب ریشه پنجشیر تفتیش میکنه و روز بروز کاویده میره و اسلحه میکشه و دیگه و دیگه، و همون زیادترین فورس و قوای خود همون طرف سوق دادن. ولی دیگه در خیابانهای فرانسه یک چند تا عجیب با بیرق سیاه و سفید و سبز و اینا به احتزاز میارن و صاحب در همون خیابانهایی که همون مدال چیره که پسر احمدشاه مسعود به شاروال داده بود و در گردن سگ خدا ویخته و صاحب در همون پارکا ای طرف میره و صاحب مدال احمدشاه مسعود هم در گردن یه چون یارا خداوند میشرمانه وقتی با یک ملت بیچاری واقعا شهید پرور و غازی پرور طرف واقع میشن و دروغ میگن. بله سلام علیکم. بله بله بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم سلام بفرمایید. بخیلی چینل شما پروبلم داره. چینل ما پروبلم نداره نیوال خوب خیلی تصویر نشان نمیده. خب بر صورت وقت شما رو زیاد نمیگیرم و مقدمی هم بطنهای خود بایست یک خوار، بایست یک مادر، بایست یک انسان خواهش میکنم کم قدر همی دامن نزنن، همی پشت طالب گرفتند سعی است بدل تا نیست. اما اگر ممیان افغانستان بسیار بالت خراب است، همی حقوق زن گفته میرین، حقوق زن گفته میرین، امو زن وقتی که شما در افغانستان به دلار ماش میگرفتین، آل که تمام چیزا را از دست دادین، آل کلی که در اینجا که از آنهای افغانستان از افغانستان باید خارج جوک برشان خطر است. وقتی که پیسه را در جیبت منداختی دلار ماش میگرفتی، خود روز بعدش هم باش کتیش یه تو خانه میشه که در روز خوب بر دلار شستم در روز بعدش باز مبرایم. امی یک تو که برای یک تحصیل کده استی یا هرچی که استی، خونه امریکا به کدام تحصیل کده ضرورت داره؟ نبه یک ظرف شوی خویا خوی واقع آمدی هم یک ظرف شوی خواد کدی خودم ملک خود باش و روی تحص عزت تحص حقوق زن به نظر مذر نگو هزار کس فرق میکنه. حقوق زن خامیار در افغانستان است. افغان از حقوق زن شما پایمال کردین. یک چادر یک زن بپوشه خوب است یا در ناموسش تجاوز شوه خوب است؟ اما قدر آدم تبلیغات نمی کنه، اما قدر اینمی افغانستان است، اینمی رقم است، اینمی مردمش است. این چیزایی که ما شما نو دیدیم یا در وقت من لخان دیدیم، خود دیدیم که بنیاد نداشت. اول آدم سیل میکنه که چقدر زیر پخته است. یه خواهی یک چیز بود که با اون آمد دوا از دوا به یک روز پوف شد و پناه شد. همین مردم ما چرا بتا میکنن؟ از خدا بترسین، از قرآن بشرمین. همین مطالبا رو بانین که نفس بکشه. من نه طالب هستم نه پشتون، من یک انسان هستم، من یک افغان هستم. همین مردم همین جایی که مسلمانی باشه خطاب صاحب در اوجه برکت هم می باشه، در اوجه صداقت باشه برکت هم می باشه. همین مردم دوز نیست، بد اخلاق نیست. انشالله کمی افغانستان گل و گلزار میشه. یک چند وقت طاقت کنین، خیر از دردتان رو به قراری بخورین. همینو به ایسی یک حادثه قبول کنین که طالب آمده شما رو میکشه و بسار سر شما روزای خراب است. اولادتان سیف نبود، بچه های خود چی بد اخلاقی بود که در افغانستان نبود؟ حالا که یک حکومت اسلامی آمده، امی میگم پاکستان، حالا اگه پاکستان در این دست داره که ناموز ما رو بجای کد، خدا پاکستان خیر بوده. جالب حالا اگه پاکستان خود ما خود 48 مملکت نتونست که نامنیت آور، بد اخلاقی رو زیاد کد. اگه پاکستانی کار کده باشه خداوند دیر خیر بوده. بازم قدر آدم خود میفهمه که افغانستان که خورده که حال پاکستان بخوره.
دیگر همیان اگر راستی وطن پرست هستین، وطنتان دوست دارین، از خدا میترسین، که در زمین به هر رقم کمک هستان میشه، مکتبار بند کده، هنوز صبر کنین. مکتبار حال شنیدیم یک چی بر محمد که در سه ولایت ایلا دادن تا صنف 12 همی در مکاتب اوناس کندوز، بلخ، سرپل، بدخشان و جوزجان. در جوزجان، بدخشان، سرپل، بلخ، کندوز مکاتب دخترانه تا صنف 12 عمل درها باز شده. در یه واخر بالای کابل هم کار شده. بنار پس کنیم کمی کسایی که بگه تحصیل کده سو در اوجه شوکه بسار بلند داشتن و وکیل پارلمان بود و زنها و چطور بود شکار بود و آقا حتما برامه در خباز یگان تا میگه که نیم یگان تا شست باید وره بکشیم. حالا اگر راستی او در موجه هستی میفهمی که همی طالبا مکتب اجازه نمیده، خیلی از مکتب خصوصی بسازم و درسه فوکلته رو در موجه ببرشان چی کتا ترزیز کو. این مردم بسار خطاب صاحب یاد بود تمام روز انتقاد، تمام روز انتقاد، تمام روز دو زدن، تمام روز طالب و واشی خجالت ها بکشن. حالا خونه کتی چپلک آمد گرفت چطور میکنی؟ آخ کتی چپلک آمد گرفت، این خود تبر خود توهین است. 48 مملکت نتونست او کتی چپلک خود که آمده چپلک از او باید موزیم بانی. آفرین. پایلوچ پیدا شد که چپلکا از کوتا شد ما را از یه شهر نجات داد. آقای ایچ ما نمی فهمیم خطاب صاحب و ایتور از انتقادم با جای باز خود همین مردم هم که ببینند در عمل صفر هستن، اکثرشان در همین دوزادوزی یا چی میگه مفادا و سود شخصی از واد خطر قرار گرفته. در همین دوزادوزی و در همین بیناموسی و در همین چیزا عادت کرده بودن. حالا که حکومت آمده یک نظم آمده همشروع خودم در کابل از دخترهای تحصیل کرده، زنهای تحصیل کرده، نه در اون وقت طالب ها بر آمدن، دانم اون وقت آمدن، نه حال بر آمدن. میگه ما آرام هستیم، ما اینه میگه خوش هستیم، اولادهای ما آرام، خود ما آرام، دروازه ما باز باشه، متاسو بخواه میکنیم، کس تشویش از زیر نداریم که کس درایه. سعیس و طالبان بسار یعنی چیزت مکمل، هیچ کس مکمل نیست، هیچ کس کامل نیست. بله بله. اما آدم طاقت میکنه به خاطر ملک خود، به خاطر مردم خود، به خاطر وطن خود. آفرین. امروز طالب میره وطن خواست، وطن باز طالب رو پس کنی کی نمیری؟ کی رو نمیری؟ بسیار مقبول صحبت میدارین و لازم مغز منطق سیاست فعلی افغانستان میفرماین همه تو راز همی واقعیت های روی زمین همی هست. بله باز... خانمی پس میکنی که نمیاری یا گازم خانی خودم مفروشم میگه خانی خوبتر میشرم. خالو تو چی در نظر داری که باز که نمیاری؟ بسیار مقبول. آفرین. ولی خب باز ما برتان انشالله که تلفن میکنم که تلویزیونتان اگه خدا کنه اینجا خو همه تلویزیون ها درست است، هیچ کس دیگه هم شکایت نداره. از کدام تاریخ میبینین شما تلویزیون؟ من چی میبینم؟ جادو باز. خوب است. این جادوی ما خامل فعال است در اینجا. دو هفته است که من در یوتیوب یگان دفعه میبینم. نه امیال امیال خواهم جادو دمی امیال ما میبینم چالان از دمی دفتر ما و جادو که دف... آه والا او را اولادا را بگوی نا کدام تکمه خراب شده سه بابا شای ممکن بسیار تشکر. شما را توفیق بده. تشکر خوارک دشمنای افغانستان کور کنه باز پیسه پیدا شد باز پس وطن پرستا باز میره میاد که زیر خونه مانه کبره که باز بره. ما از خدا رو خواستیم که افغانستان گل و گلزار شوه و اینمی مردم باز برند موجه همی خارجی ها بیایه به کمک که لای خداوند افغانستان هم من میگم از ایتیاجی موتاجی رنگ زردی خلاص کنه که می کس یک اختاری را میته که تو اگه نکدی اوتو میکنم اگه تو نکدی اوتو میکنم اگه تو نکدی اوتو خدا خب والی سر از هم یک دفعه می مردم کلمه تانا بخوانین یک دفعه از همی خدا بترسین از خدا بخواین. آفرین آفرین. بسیار تشکر خوارکی گلا. بسیار مقبول. بسیار مقبول. من از سیاست مدار هستم نمی بوم نه مگر هستین والا شما وشتان نگرفتین. بسیار سیاست مدار و خوب این تحلیلگری بسیار خوب هستین. بسیار سفارشات خوب کردین. تشکر خطاب. ما آموختم از شما. خدا سپردیم شما. سلام علیکم. بله سلام علیکم.
بله از سلام علیکم و علیکم سلام سلام از ختام صاحب جوړ څنګه کی جوړ په خیر مهرباني وکئس قربان سم ختام صاحب له ایران خبرې کوم نوراغا خان نو میګم مهرباني وکئ نوراغا خان ختام صاحب دا پرون بلز کایو ویډیو مې دلې کول دا اعلان یې خبرې کوي دا ویډیوګان په خشي کې په دا پاکه د د مسعود نه د زوی صداونه پیغام او سخنګوي او سوي او دا غږېدو غره د داعش ملاتړ او کو د داعش په ملاتړ غږېدو ویونه چې داعش کدا کوي مونږه ما غاکو کداعش افراطی دي مونږه مې افراطی مسلمان خو ډیر غره دا خبرې ډیرې لاندې وباندې شي په شبکو کې او د څه دا ورور هغه ما ووري دا مکمل ما ووري د ما غوښتو چې خپورې کوم کوم مشکل دلته خو سبب کې سو بل سړی راغی اغه وی کو خبر دا د ورور چې د چیغي او خبرې ډيري واوري دي دغه د پنشیر په جنگ کې بیا اخر چې لاړ شمال غونډه غونډه تختې ده د زرکان نه وي چې خکاری راشي او چیرته غونډي چې دا یو داس وسی په ګوري چې یو دانه زرک نه غونډ په سرو کې نه وزي چې ورکی له خاور سره یو رنگ لري دویم هم دغه چې سوسه د دوه داس طالب وکړي لاړ لو تختې ده غونډ پنشیر له غونډه اصلاح او سلاسل غیرت عمل ته معلوم شو وست تختیدلې دی په واغه کې خراسان غواړو دوی هم دا پوفي دوی افغانستان هم دا پوفو په پاغه و خوړو او خلک ډېر ولول اول خطاب ته به دا بل د دوه ورځې په مخ کې دغه دی قندس فاجعه ولا ډېر غمګینه فاجعه ودن او دا دا خو د څه دا په صورت عموم لسلو نه چې جنگونو هغه کو اوس راکته سوي او لاسو ته یا دو ته خدای دې وکړي چې ډېر نه شي په افغانستان کې په دې چې دا انفجارونه او دا بمونه چې کېښودل کېږي ریموټ لري اوس هغه ډېر بد دي له لرې نه هغه سړی ضرور نه ده چې ځان منفجر کړي له لرې هغه ته انفجار ورکوي هغه ډېر بد ده افغانستان کې په دغو کې په نورو شیانو کې نه دي زده کړي دا تخریب کې ډېر بلا دي نو چې دا خلک بیا کی ولی ما یک چیز ما فکر میکنم اونجا یک تحلیل هم بایی هست که برادرای ما همیشه مذهبای ما باید بدانه که دشمن اصلی از اینا در امون دوران هم طالب نه به مدرسه شیعه مذهب غرض داشت و نه به بیمارستان و نه به مکتب و مدرسهشان دشمن اصلی همی مردم بودن که حالی خودشان اعلان کردن که ما داعشی هستیم و داعش مستقیم زده به مو مذهب شیعه و شیعه مذهبا هستن دیگه بنان اینا باید بدانن که همین مردمی که تا این وقت با همین قوماش خود یا سیاسی زده بودن و یا فرض کنیم جبری بدانن که همینا تا این دم اینا رو تخریب کرده دوستان عزیز میریم سراغ یک چند اعلان یک وقفه داریم دوباره برمیگردیم خدمت شما انشاءالله خواهیم بود سوپرمارکتی بزرگ مدینه در شهر آمبور بیل اشتغالسر شماره 121 یکی از بزرگترین مراکز خرید مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی، عربی، هندی و پاکستانی به طور عمده و پرچون در خدمت شماست. در مدینه سوپرمارکت مواد غذایی برنج های باسمتی، الکریم، امران، روز علف، بهترین شیرینی‌جات، ترشیجات، عرقیجات، کانسرباب، انواع میوه های خشک وطنی، لوازم خانه و آشپزخانه، چای الکریم، لوازم دیکوری و زینتی خانه با قیمت های کاملا مناسب در خدمت شماست. همچنان شما می توانید امروزه چپلی کباب تازه از گوشت علال، نان سنتی افغانی، رود، بولونی تازه را از مدینه مارکت به دست آورید. همچنان پارکینگ اختصاصی در خدمت شماست. آدرس مدینه سوپرمارکت، بیل اشتغالسر شماره 121 شهر آمبورگ. متاسفانه زمان به عقب بر نمی گرده، ولی من برای آیندم
یه وکیل خوب میشناسم. هیدری لا گروپ 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبیتیک، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. استتیشسان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استتیشسان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استتیشسان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33. هموطنان عزیز مقیم آمریکا، شرکت دربار فود افتخار دارد که برای مصرف فامیلی، محافل و رستوران های هموطنان خیش برنج لونگی سیله به اسم دربار و دربار شاه و همچنان مصالحات به ذوق افغانی وارد می نماید. انواع برنج ما دارای قابلیت جوش اضافه بوده و همچنان با طعم خوش و دمیدوی فوق‌العاده خود و زیبایی و مزه دسترخوان شما می افزاید. امتحان شرط است. دربار، مزه دسترخوان شما. 41 million people will be on the brink of famine by the end of this month. Severe drought and endless conflicts have destroyed livelihoods, pushing them to starvation. Islamic Relief is on the ground providing direct aid and sustainable solutions, alleviating their suffering one family at a time. Donate today at irusa.org. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه د افغانستان په پیښو انشاءالله غږیږو. در اینجا در فیسبوک بسم الله حیدری اونا پست کردن و عکس آقای غنی را هم در اینجا به نمایش گذاشتن، دیده میشه. محافظ برجسته اشرف غنی جنرال شریفی گفته است که
شاهد فرار اشرف غنی با وابسته های میلیون ها دلار بوده است. در صورتی که در مکان امن انتقال یابم، ویدیوهای صحنه را منتشر خواهم کرد. بیشتر از دی دبلیو دویچه چطور که ای آلمان صدای آلمان مطالعه نمایید، در اونجا زیادتر یعنی تشریح شده مثلا دیگه. خدا فضل کنه سبی افغانستان. یک چیز ما برتون بگویم، وقتی میخواین صحت و سقم بعضی ادعاات بدانین، یعنی مطالعه کنین که یک چیز قرین به حقیقت هست یا نه. اگر قرین به حقیقت بود با زمور بپذیرین. در افغانستان پول دلار هم تو بسته بسته دلارایی که چه استعمال نشده بود از ماشینای امریکایی بیرون میشد و بسته بندی میشد و افغانستان فرستاده میشد. چون در افغانستان مسئله بانکی باید حساب و کتاب بود، صاحب از حساب ببرده اونجا، یا فرض کنیم یا قماندان که در یک محل جنگ در هلمند در جنگ قرار داره، یک نفر اینا میخواین رشوت بده، خو نمیگه که برو از فلانی بانک اینی چک وردار روی کارت مره بگی. پول کش در ممالک جهان سوم، خصوصا که مسئله بانک و بانکداری و قدر زیاد مردم عادت ندارن، هم بهترین وسیله مو است که راسن به دست یک نفر. حتی در آغاز اشغال افغانستان شنیدیم که امی گل آقا شیرزای با آدم چی نام داشت، خالد پختون، اونا را آوردن و خالد پشتون از اینجا و گل آقا شیرزوی در امو کویته پاکستان فراری بود. وقتی حکومت طالبا فرو پاشیده میشد توسط بی 52 امریکا، باز اینا را میگه بندل بندل پولای دلار امریکایی نزد اینا بودن، اینا را گفته بودن که برین قماندانا را بگوین که این پول بگی دیگه از جنگ دست به سر شو. در غیر از او تحرر میبینی در بالا و بم مندازه میکشه تا هم کشته میشی و هم نابود میگردی و هم خانیت متلاشی میشه و هم پیگرد شطور چنان و پولا را تقسیم میکرد برای مردم. یعنی مثل کاغذ کرد طرف پرتاب کنین. در افغانستان پول کش بیشتر آمده. در ارگ هم وقتی طالبا داخل شدن اینا گفتن که در هر طرف ارگ می رفتیم یک بندل دلاری امریکایی افتاده بود و سه به سرنوشت. خانه امرولای صالح 6.5 میلیون دلار وقتی کش و نقد در بکس ها می بینین، یا از امدولای محب و نمیتان محمید مسلمیار، اینا هر کدام شاهد اوزاست. یعنی وقتی در یک تحقیق در یک مسئله قضاوت در عدالت میگه اونا میخواین قرائن بدانن. در مسائل پلیسی امریکا هم همه طور است که میخواین امو جرم میخواین ثابت بسازن، میرن در پس منظر رو که کی عمل انجام میته در این محل دیگه دیگه. در افغانستان یعنی اگر در ارگ 100-200 میلیون دلار آمده، یعنی دور از حقیقت نیست. شاید در بکس های سربسته اونجا مانده و آقای اشرف غنی گفته که بیازو فرار میکنیم و خب بکس لباس چی کنم ورداری 3-4 تا بکس در کدام چند میلیون دلار است ببریم با خود. و اگر نصفی از رو هم حقیقت داشته باشه مثل آقای برادرشان برادر آقای احمد چای ببخشین اشرف غنی، اونا بیان داشتن، اونا گفتن 169 میلیون دلار در کانتینر جای نمیشه و چطور نمیشه، در حالی که میشه 100 دلاری ها جای بسیار کم میگیره، در چند بکس میتونه آدم حمل کنه. به هر حال یعنی بعید از حقیقت نیست. سیرم میخواستم بگویم ما زبان ما انتقادی است. یعنی شما باور کنید در طول سالها چه واقعیت سوره ما برتان بیان میدارم. حتی امروز وقتی با طالب بالای طالب انتقاد خود شروع کردم، یک کسی تعجب برای مایی تعجب میشه برای اونا. بعضی ها میخواین عقب یک دلیل بگرده. پنجابی است، پاکستانی است، چیزا تا پایی است که اینا بالای طالب میزنه. وقتی ما بالای طالب انتقاد سالم خود کردم برای رفاه مردم افغانستان و حق مردم افغانستان در طول سالها زجر دیده، در یک حکومت اگر میخواین اصلاحات بار بیارین، یعنی معنی از اینکه یک حکومت وقتی اصلاح شد ملت آرام میشه. یعنی برای اینکه حکومت داری یک کشور اگه مردم های درست بودن درست عمل کردن، هر حکومت یعنی
باید انتقاد پذیر باشه، خصوصا حکومتایی که میخواین برای ملت خدمت کنه و پاکستان و کارشان پاک است. ما بیشترین انتقاد معاملی اگر ما ببینم کجروی در طالب میتونم بکنم، برای از اینکه میدانم اونا میفهمن که ما دشمن مردم افغانستان نیست. وقتی بالای حکومتای قبلی انتقاد میکردم، هم افغانستان رو به اشغال برابر کرده بودن، وطن فروش بودن، هم فاسد بودن. اون هنگام هم ما انتقاد تو چی میگه حب و بغض شخصی ما نبود. وقتی یک نفر نه به پول علاقه داشته باشه و نه به منصب، پیشانی یک نفر برای ما مهم نیست که ترش شد یا تلخ شد یا دیگه شد، برای ما بی تفاوت است. نه خورسندی یک نفر مرا بسیار خوش می سازه که والا از ما خورسند است. رابطه انسان با خدا وقتی برقرار بود، از رسن خداوند آدم قرار گرفت، قائم گرفت، یعنی چنگ زد، باز بسیار آرام میشه فکرن. دیگه بنان مرا طالب اگر خوب بگوی ما بسیار خوش شو و مصاحب جشن کنم، و اگر مرا بد بگوی طالب ها اکثرشان مرا دوست دارن. چرا دوست دارن؟ و میگه والا حق گفتی برادر، دی چند سال یعنی هر کدام انتظار مرا داره، چه وقت کابل ترازی، چه وقت افغانستان ترازی. مگر میدونم دی توی اقالتی که دفتن اینا حکومت دار هستن، هم امی مجاهد صاحب مشغول است و هم دیگه مشغول است و هم خود ما مشغول هستم دیگه. هر روز ما پشت طالب وقت هم ندارم. اگر طالب نبود خب چند نفری دیگه است که مصاحبه کنیم. شما ببینید در این پروگراما ما زیادتر مصاحبه ندارم. خب میخوایم مردم افغانستان گپ بزنن. یگانه تلویزیون سراسری که از همه بخشای افغانستان تلفن وصل میگردن و دوست داشتنی هستم، تلویزیون پیام افغان است. وقتی از مزار شریف از سر پل و از قندار و هرات و دیگه و دیگه شما بیننده دارین و از کانادا و استرالیا، و باید خرسند باشیم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. غفوری صاحب هستین. سلام علیکم. شما از استرالیا در نیم شب استرالیا تلفن زدین. جناب خطاب صاحب، ملت نجیب و ستم کشیده افغانستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب خطاب صاحب، اخیرا امارت اسلامی طالبان در جلسه کابینه ایشان دو موضوع بسیار مهم حیاتی را که عبارت از خل سلاح افراد و گروپ های غیر مسئول مسلح و دیگر آن استرداد زمین های غصب شده دولتی از جانب غاصبین زمین می باشد. هموطنان عزیز ما اطلاع دارند که طی 20 سال حکومت های فاسد حامد کرزی و اشرف غنی فراری، قماندانان مجاهد نماها و سران دزدان و چپاولگران که در رأسشان سرکرده های به اصطلاح جبه مقاومت فیلی مانند قماندان دوستم گلمجم، قماندان محقق، برادران و خانواده احمد شاه مسعود، قماندان ازبق شورای نظار در دره پنشیر، استاد سیاف و سایر خائنین که در غصب زمین های دولتی، زمین های شخصی، ملکیت های مردم و به خصوص منازل اهل اونود اوندو و سکای کارت پروان کابل دست بالا داشتند و در کنار غصب ملکیت ها به تشکیل گروه های مسلح غیر مسئول نیز پرداخته بودند، که در طول سالهای متمادی مردم مظلوم افغانستان را مورد تهدید قرار داده بودند. فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان در دو مورد فوق مورد استقبال اکثریت مردم افغانستان قرار گرفته و مردم مسلمان افغانستان از امارت اسلامی توقع دارد در این زمینه تأخیر ننموده و هر چی زودتر و عاجلتر داخل اقدام گردند و حتی پیشنهاد نمودند که عاملین این جنایات ملی را به پنجه قانون سپرده و در معذر عام محکمه شوند. نخست از عبدالله عبدالله شروع کنند که نزدشان موجود است. از این مار آستین خانه های غصب شده کارت پروان به مالکین اصلی اهل انود افغانستان استرداد شود.
من هم ضمن این که از این اقدام امارت اسلامی قاطعانه پشتیبانی می نمایم، توقع دارم که مطابق با وعده هایشان علیه فساد و جنایات جنایتکاران مبارزه جدی نمایند و هیچ گونه مصلحت شخصی و گروهی را مد نظر نگیرند تا مورد التاف پروردگار بزرگ قرار گیرند و از جانب هم از حمایت بزرگ مردم افغانستان برخوردار خواهند گردید و من الله توفیق. بسیار عالی، تشکر از تبصره‌های بسیار جالبتان جناب غفوری صاحب محترم، خداوند خیر و برکت نصیب بداره. حق گفتن یک عبادت است در حقیقت. ما امیر برتان یکی از انواع عبادت همی حق گفتن هست و حق و حقیقت آدم بیان بداره بدون کدام چشم داشتی. بله، سلام علیکم. بله بله، و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. سال ریسه ساعتم خدا خیر و خیریه. ولاد دیر خلق شکایت لري کله کله زما قسم غم جن سم چې دا خلق به ولا رښتیا وي دل بس دا یعنی بالون غونډه یو شی و دی یو 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 وګړي و یو خانه و هغه ختم شو و چوه هغه چې و چوه د باید خلک جست ځان اجست و تر ځان و تر برابر کی موږ تاسو دی او د داوود خان په وخت کې هم دی په وخت کې هم د افغانستان هم د خلک هم د کارګران هم د اقتصاد حکومت کنه نو خلک په آرام ژوند کوي هر شی په آرام چلیده دی دی لپاره چې حالت یو اما وايي طبيعي اقتصاد یو ګروت و یو رشد و یو وای مختصه بس وسم هم برته افغانستان به هماغه چې یو طبیعي حالت باید مختلاش شي او هماغه چې که هغه رقم لاړ شي موږ او تاسو هیڅ وخت خپل اقتصاد چې ونه درېږو خپل وای په مټو باندې ونه درېږو خپل پښو ونه درېږو دا بابل یا دا پخوانۍ اقتصاد موږ ته په درد نه خوري دا پخوانۍ تعلیمونه موږ ته په درد نه خوري دا پخوانۍ وای اردو اردو موږ ته په درد نه خوري دې لپاره باید هر شی په طبیعت په اساس سپلای او دیمند ته خو یو اکانومیست دی سپلای او دیمند په اساس چې شته اوس فکر وکړو که موږ او تاسو په افغانستان کې 300 یونیورسیټیانې لري دا 300 یونیورسیټیانې ټول خلک ډاکټر انجینیر دي چېرته به کار کوي دا به څه شي کوي بله ورځ هغه ډاکټر ځمکه نه کوي هغه انجینیر وایي 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 څنګه کوي کار نه کوي هغه به دې به ټول به تښتي موږ او تاسو دغه امریکا کې یاست امریکا یا هر رقم یو هغه خپل په اندازه یو سپلای او دیمند باید انجینر ته ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري کار ته ضرورت لري دی افغان ته ضرورت لري افغانستان باید بیرته په هماغه چې یو سیستم اقتصاد برابر کړي چې خلک دغسې تغییرات په افغانستان باندې تاثیر رانوي دغه بانکونه چې دي دا بانکونه ټول له منځه ځي د دې لپاره چې دا په غربي سیستم جوړ شوی دی د سود په اساس افغانستان که دا دومره بانکونه په څه اساس و دو پیسې جوړي په امریکا خو موږ تاسو ګورو په امریکا کې بانک
ټول په سود په حساب پیسې جوړي او بل درآمد خو نه لري. په افغانستان کې څومره خلک کور اخلي موټر اخلي چې له هغه باندې به سویچ چارجي بیا به څه کي. یوازې یو دوه درې بانک چې هماغه د افغانستان بانک دی او تجارتي بانک یو پښتني تجارتي بانک یا ملي بانک یو بانک دی چې هغه د تجارانو و اکثر بانکونه ورور د غلا وسیله مو صاحب د غازیزی بانک دومره پیسې وی وړي دوبای کې د خلکو هغه په همدغه لپاره جوړ شوی و چې په افغانستان کې بانک جوړ کړی و چې خپل پیسې دلته واچي په څه کې وبس په باکس کې بانک پیسې ولر کې کنه دلته یو ترانزیکشن د نمبر دلته ورکه نمبر او توخ خلاص ټول پیسې دی لاړي. دا یو سیستم دی جوړ کړی چې غربیانو جوړ کړی و چې اول موږ ته دی هغه یو انفراستراکچر نه لرو نه یو اقتصادي انفراستراکچر لرو او نه یو ټیلیکومونیکیشن انفراستراکچر یا لاري ورته لرو چې هغه وکړو. نو دا د افغانستان دا سیستم د یو سیستم جوړ شوی چې هر چا ځان لپاره جوړ کړی دا ټول یو اجسمنت خو ته ضرورت لري او شاید چې برابر زما هم دا وایم یو وخت ته ضرورت ده. دا یو باید خلک حوصله یې ورته وکړي که تاسو متوجه یاستئ د ایران انقلاب چې راغی همدغسې امریکا د هغو پیسې پرې باندې کنګل کړی دی. جنګ د عراق جنګ پرې وتاپه د خلکو په ایران کې په میلیونه او خلک مړه شوه. اما نن ورځ ایران په خپلو پښو ولاړ دی تر اتمي سلا پورې جوړیږي ولې چې خپله یې جوړ کړه. افغانستان به هم له دې مرحلې نه تیر شي. اوس همدا اوس دومره فقر چې په پاکستان کې د 60 او 70 میلیونه خلک په سرکو کې ویده کېږي په افغانستان کې له خلک په سرک ویده کېږي نه په هند کې. یعنی اقتصاد داسې نه شي جوړېدای چې موږ تاسې هند ته ګورو او وایو فکر کوو چې هند ټول یو اول نمبر مملکت ده. همدا اوس 600 میلیونه خلک په هند کې تشناب نه لري. یعنی دا خو موږ تاسې ته باید په دې باندې قناعت وکړو افغانستان ډېر ښه ده په سلهاوو چنده ښه ده او انشاءالله چې کراکرا به جوړ شي. آفرین پاکستان ښه ده چې دا لارې بندې کړي. که نه وه بندې کړي اوس به 1 میلیون پاکستان ته تللي وای. پاکستان څه پیسې هم څه وړي وای ټول تلل جالب سمره معقول. یعنی واقعا وقتی به پای صحبت بعضی ها می نشینم جلالی هر سای پیشار یک معقول یک شخص هستن آدم می آموزه اما اوم که حقایق افغانستان درک می کنه بیان می دار. یعنی یک نفر اگه ما بخوای مصاحبه کنه و اوائی اوائی و کی را بگوره یک چیزی را که طالبای الا داده مطبعات هست امیل ام طولو را ببینین رقم او را شکریه بارکزای می خواهد سب او سر دین اسلام بالای دین اسلام صحبت میکنه خانمی که هیچی چلیف بای دین اسلام بلد نیست یک چند آیت را تا ترجمه شنا میدانه او دیبیت میکنه ملاو یک مولوی را سب که بالای دین اسلام و او از حیات دیر چیز نمیگه. در حالی که همین دوزای دارایی افغانستان استن شوار عزیز پسر عبدالعدی داوی زندان رفت و چند صد میلیون دلار اینا اختلاس کردن دوزی کردن. خوب با می فامیل تعلق داره اگر چی او را میگه جدا شدن و آزاد کشمیری طرف میگرده چادرک در سرش لبای خودم پیچ کاری کرده روز پندانده و سب امور باید نمانه. یعنی ما دلخوری داریم مگر باز میبینیم که نمید حوصله دارن طالبان میگه باشه همین خانم دمی طلو حرف بزنه و مرا چی میگه فرق نمیکنه. بله سلام علیکم از افغانستان میفرمایین. بله بله سلام بله بفرمایین. سلام عرض احترام جناب خطاب صاحب بر شما و برای کارکنان تلویزیون شما. و علیکم سلام و رحمت جور سعدمند باشه. باشنده
باشنده ولایت جوزجان هستم جناب. آه بسیار عالی از جوزجان، خوب که هستین. مکتب برای دخترها میگه باز شده تا صنف 12 خبر شدم. بله خطاب صاحب، بعض شایعات همه قدر هست که همی طالب برادرهای ما که هست یک کمی تبلیغات و قدر توجه ندارن، فقط کار خدا میکنن. نه اینا هیچ، بسیار وقت میشه که مکتبا شروع هسته، به خاطر از اینکه ما همجاورای از ایران زیادی ولایت ها را دیدیم شروع هستن، لیکن اینا دیگه اوقدر در تبلیغات توجه ندارن، لیکن کار خدا میکنن. و بسیار تشکر از برنامه زیبای شما، خداوند بر شما اجر نصیب بفرمایه که ما را واقعا سبب و وسیله شدیم تا امید زندگی را از دست ندهیم. با این برنامه زیبایتان واقعا انگیزه مثبت برای مردم افغانستان میدهیم. خداوند دیگر هم صبر و حوصله بده، حتی دیگر هم این قسم برنامه ها را برای بیاندازیم. باز باشنده هایی که خارج از کشور زندگی میکنن، هم میخواهیم شما و تلویزیون شما را از هر عرصه که میشه مالی بسنده، از هر عرصه که میشه شما را همکاری کنن و سپورت کنن. گفتنی ما در رابطه با همین ولایت جوزجان است جناب خطاب صاحب، دیجه بسیار خوشبختانه همه چیز منظم است. دیگه ما در حکومت قبلی که بودیم نگویم که یک حکومت در جوزجان بود، یک حکومت هم در پنشیر بود، یک هم حکومت مرکزی بود. ما جناب خطاب صاحب بله اینجا است که در سراسر افغانستان یک حکومت، یک فرمان، یک قانون قابل تطبیق است. و دوم این که بسیار این مردم عام نخواست، بسیار راضی هستیم. اصلا حکومت داری همین مردم میفهم. ما با رئیس معارف دیدار کردم، جناب خطاب صاحب یک استاد بوده، لیکن بسیار خرابی ها بوده که در یک ببخشین قطع. لیکن حال بله بله بفرمایید. گفتنی ما هسته که بسیار ایجا دیگه همه تو نرمال هسته، سودخوری و ای مردم آزاری و ای گپا بسیار گم شده. و جای دوم یه خوشی ده ایجا هسته که امی برادر ما در حساب مدیر عقاید هسته در مستفیه کار میکنن. شما فکر کنید که 19 برابر این ولایت افزایش در بخش ترانسپورتش در مدت یک ماه از حکومت قبلی کرده، در مدت یک ماه در حساب ترانسپورت از این بخش عواید کرده. بسیار ما از این حکومت بسیار خوش هستیم، راضی هستیم. و جناب خطاب صاحب در خاطر یک سه ساکته امیج مصطفی ولایت جوزجان یک کارمند از وظیفه کشید، به خاطر از اینکه این کارمند یک کمی غفلت کرده بود و سه ساکته را میخواست که ببره به حساب غیر قانونی. این را گیر کردن به خاطر این میره پاک نفسی میگه نه؟ ایره از وظیفه شست کردم. لیکن ما از همین مردم قال هستیم، اگه همین تو مردم نباشه، همین تو بود دیانه دیگه نمیتونه یه افغانستان ای دیگه کنه جور کنه. ما در امرای رئیس ها و امرای وزیر ها ببینین هر کدامش همین بلند رتبا میای امرای مردم یک جا نماز میخوانه، مشکلاتش را پرسان میکنه. ما در این حال همین مردم ما خودم آگاه هستیم، یعنی اینجا هستیم، از همین مردم بسیار خوش هستیم. وقت در وقت در مسجد میای، در ادارات میای، در شفاخانه ها میای، مشکلات مردم را پرسان میکنه رای حل. لیکن همه قدر است که تبلیغات و قدر توجه ندارن، لیکن میتونه همی گفتار رسانه ای کنه. بسیار ما مردم واقعا از این حکومت، از این دیگه بسیار از این حکومت راضی هست. بسیار حالا بسیار خوب شد. حالا یه هم نوید است، همینطور که ما را گفتیم که نوید امی شما نوید واقعیت ها را بیان داشتین. بسیار تشکر قربان شما، ما بسیار خرسند هستم که چیزای مثبت هم میشنوم. شما باور کنین هیچ علاقه شخصی ما صفر است در برای گفتم که در رابطه با افغانستان که یک چیز برای من حاصل شوه شخصا. ما میخوام برای مردم افغانستان، همی صدای مردم افغانستان از جوجان، از مزار شریف، از سر پل دیگه دیگه میرسه. و ایرام گفت که در تبلیغات ضعیف هستن، واقعا هم طور است. و در قبل هم اینا در
در تبلیغات انمازیشان نبود و تو مصاحبات و تلویزیون و دیگه و دیگه در برابر 100 تلویزیونی که دو تلویزیون تنها در ولایت جوزجان دوستم داشت، دوستم از چی میگه در بالاخانی خودم استاد میشد علی که مارشال صاحب برآمدن و تشریف آوردن و دیگه و عطای چور بود، نور بود، چی بود، او چند تلویزیون رسانه داشتن یا هیچ تبلیغات نداشت. بله سلام علیکم. بله علیکم سلام. از کجا میفرمایید؟ از عبدالحنان ما کابل خبری کنم. مهربانی و که حنان صاحب مهربانی. ما ولاد اوس تاش تلویزیون تا ناسی ما او از گورم دماغ بله هم دغا طول موضوعاتو که دغا دوی دا تبلیغاتو تا ایست توجه نلری گرچه اپلا ورز یو مولی صاحب را سره و دیر کوشش مو گوچه دوی دغا طولو یعنی منفی، یعنی منفی خبر نشری قد آن مثبت خبر نشری باور وکړه چې د اړمبای حکومت هم دغه هغه که اوس دغه باره کې موږ څه وکړو چې دغه موضوع د دوی ته ورسوو چې اقلا هغه یو منطق خبر هم چې ته نشریې د طلوع تلویزیون اقلا هغه خو یو سند ولري، ازادي خو د مطبوعاتو په دې معنا نه ده چې هغه د تفرقه واچوي، هغه د مذهبي هغه ته لار ووهي، نور موضوعات دي هغه لمن ووهي چې افغانان په منځ کې مشکل ته باور ولره چې دغه خبرې ما ته ډېرو خلکو تلیفونونه را وکړ. همدا اوس هم وایي ګروه طالبان گروه طالبان ما مجاهد ته مسیج کې خود زبیالله مجاهد صاحب ته چې وورور ته په مطبوعاتو کې خبر نه یې چې دغه زنې لاندې دي د ګیرې لاندې دي وروره یو تلویزیون چې ډېر جهاني شهرت لري دی طلو هغه هلک ناسته تا ته وایي گروه طالبان گروه یعنی یو رمې ته وایي د مواشي او ته ادعا د زعامت کوې یو شل کاله د جنګونه کړي دي او جهاد دې کړی ده اوس یو حکومت تاسیس کړی ده تا آتا پر رسمیت دغه خپله طلو نه پیژني چې تا ته ووایي چې امارت اسلامي بیا هماغه و چې البته دوی فرمان صادر کړي چې دېیس ته تاسې امارت ووایي دا ګرو طالبا او دا موږ شخص نه یو موږ یو حکومت یو دغه شیان ما زه اوس مې چې زړه درد وکړي د انتقاد مې هم چې وکړه په طالب و په بلبل ولا د زړه له درده د افسوس ده ډېر خلک وایي چې دغه یو طلایي فرصت راغلی دی او فرصت برابر سو بعد له شلو کلو جنګو وینې تویدلو دغه شیان باید ځان عیار کړي طالبان اگر چې هغوی بلد دي پوه دي مګر چون په عجله حکومت راغلی هر شی نوی دي د ما یو دوست پرون له افغانستان له کابل راغلی وایي طالبا کې آمدن دی چند روز وایي هزار کس پرسان میکنه که همی خیرخانه در کجاست و اقا وای ارتوائی سی آون در اونجا سزی را برو اتا وای در کابل که بلد ندی در خلق نو در غل پار و او ریخ سیب انان سیب آورم دست در خطاب سیب تی با غور از بندل تی خانه وزیر پاتی سویو بیا یې غته دا موضوع یغه بیا عین وزیر صاحب ته زنګ ووایي چې تاسې دغه تلویزیون نه ګورئ که څه چل ده چې دا تاسې نه اخلیږي تاسې دا موضوعات نشر کېږي اقلا دومره خو وکړئ چې ورته چې خاصه یې د ازادي د بیان ده اقلا دومره وکړئ چې دا خبر څه نشروئ یو سند خو باید ولري په یو دروغ مطلق یو حالت ده چې دغه یو اړخ سنجوه کوئ چې دا بل خوا هېڅ نه نشرئ نو د دې دپاره زه یو بل پیشنهاد دا لرم چې دغه د ما په فیسبوک کې تاسې اټ کړی یئ دا د تاسې هغه راشي او دا زه په فیسبوک کې بار شیر کوم که دغه دوی ته ورسېږي دغه یوه مبارزه ډېره مهمه ده نور دو میاشتې د دوی نه دومره تقاضا کول دا هم غلطه ده مګر همدغه م ولا دوی ته د خدای په حساب یعنې خیر ورکړي دغه داود خان چې راغی صاحب د رسانی خو هلته کنټرول وي د ظاهر خان وخت کې خو چا صاحب هېڅ شی آزاد ویلی نه سو زه نه اطاق وم همالته یعنی هر شی کنټرول کېده یو اطاق د کنټرول یې درلود پاس یو دفتر و چې دا هر څه به چې تېرېده هغه به یې لیدل دا د پادشا نوم به چې لږ زره الازاد چا نه وویلي بېرته به پروګرام راګرځېده یعنی ډېر کنټرول شده هغه وسرل دی چې هغه مشروطه پادشاهي وه داود خان وخت کې مطبوعات مطلق کنټرول و
دا د کمونستانو دی وخت کې چا ضد پرچمی او خلقی په یو مطبعه غیر رسانه کې څه ویلی نسو. اوس دا طالبانو په شکل د عام سړی ورته ولا کریډیټ ورکړي، یعنی په حقیقت کې دغه یې خوشې کړي دي. همو هغه دوست هم چې له جوزجان نه تلیفون راوکړي هغه وویلي هیڅ وای تبلیغات ندارن. ال دا چې دغه رسانی باید غونډ تبلیغ وکړي، مثبت تبلیغ وکړي د افغانستان د عمار لپاره، د کارو لپاره. هغه وخت کې خو صاحب د پیسه دار دي، لوچک لپاره له ډاره به یې هغه کولي. او دغه نطاقان ورک دي صاحب، فیاض او دا بل بل کې مصاحبې به یې کولې، غونډ تښتېدلي په شروع کې ننوتي دي. خدای دې دوی خوار نه کړي. وله نو زه وایم چې دغه هغه باید لږ سره کنټرول شي، په دې چې د خلک سره بیا ډار اچوي، خلک ډارېږي کار ته نه شي راتلی. دغه اوس فرضاً شوپیا بارکزي سره مصاحبه څه ضرورت ده؟ هغه هېڅ حاصل نه لري. یا فرضاً ځینې خلک په المان کې دي، مطلق همدا دي، اما چا د مسعود لکۍ څټي دا خواخوا منډي وي هغه خلک راولي، یا پرچمیانو خلقیان لالجي را پیدا کوي. هغوی خبرې کوي، یا خو خامخا چې طالب پاکستاني ده او د پاکستان داسې کړي وو هغه کړي، اما هغه په داخله کې بیخي ور د زبان سي ورته وایي ورسره دي. داسې هغه فهیم خلک چې صحیح تحلیل وکړي، هغه خلک د راداوت کې دوی د قویدات په غو کې دي چې ښه ښه اشخاص بې طرفه راولي چې خبرې وکړي، تحلیل وکړي، یو شی امید ورکړي خلکو ته. دا تا خبره درسته ده صاحب؟ او همداسې ده. دغه اوس ګوره، دغه ناخبر دوی بېخي نه نښتري چې د هغه کله چې طالبان رانږدې سو او پاکستان خپله تیاره راولېږله، او دوی یګانه هغه خلک رانږدې ترین جاسوسان هر مملکت اول کې پورته کړل، او دوی دا بس تیاره لاړله د مسعود ورونه او دا نور دا ټول ورسره وو پاکستان ته یې وړل. دا بیا نه د ایسای غړي سو، نه بل شی سو، نه بل شی سو، او دا نورو باندې دغه هغه ټاپې لګي. اوس د مطلب مې دا ده چې تاسې په همکاري یو دغه د تاسې دغه نشرات مثال سبا ته په دا فیسبوک کې موږ ته ولې نه راځي چې دا هغه کو لاس سره ورکړو یو بل ته. او دا نه نه، اوس خو همدغه اوس په فیسبوک کې نشرات موجود دي، همدا اوس زه ګورم دا ناست یم له فیسبوکه یې ګورم کنه. او نن اوس همالته د پیام افغان عمر خطاب چې هغه کې همالته شته هغه کړی ده. زه ورته نه پوهېږم چې دا ولې نه راځي مخکې، خو دا نور پیامونه چې هغه کېږي نشر کېږي په دا فیسبوک کې بل پسې راروان. نه نه، همدغه اوس فیسبوک کې وایم، زه یې ګورم همدا تاسو چې غږېږم. فیسبوک خو هر چېرته ده، لکه هغه کې لکه چراغ چې روښانه او زنو په مخه دې ښه وروره ده پرېږده ده شوي خبرې. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام. ساعتتون خوبه؟ شما خوب هستید؟ خیر و خیر. سلامت باشید. تشکر، شما رو رحمت دادم. من تلفن کردم به خاطر تایید صحبت های شما که مطبوعات و آزادی بیان در وقت طالبا که وجود داره فعلا در 20 سال گذشته وجود نداشت. ما یک مثال کوچک میتونم که همه بفهمه، اگر کس ردش میکنه میتونه. وقتی که طالبا به دره پنجشیر حمله کردن و پنجشیر تصرف کردن، در ویلای مجاهد آمد در تلویزیون اعلان کرد که ما پنجشیر تصفیه کردیم. تلویزیون طلا همزمان بعد از بیانیه زبیلا مجاهد نوار صوتی احمد مسعود ماند که احمد مسعود مردم افغانستان به خاطر قیام علی طالبان سوق میده. شما خیلی در تلویزیونی که در تحت اداره طالبان نوار صوتی مسعود میمانه که او میگه به زیر طالبان شما مردم افغانستان بیخسین ببینید. و همچنان در این نیزای مدابر آگاه سیاسی که شکلی بایگزای و وایس ناصری و یارم میخواین در پولیش میبینین که آگاه های سیاسی طالبان است، ولی در 20 سال گذشته وایش نبود. آیا نمیترسن که وارد بیارن نظر از وارد بخواین صحبت کنه کتشان؟ ولی مردم در آزادی بیان چی میدانستن؟ وقت آزادی بیان دو زدن، دشنام دادن، فاش گفتن، اونم فکر میکنه این آزادی بیان است، در حالی که آزادی بیان هم از خود قواعد و قانون میاد. عجب نکات متوجه شدین، درست میفرمایید. سر سلامتی تا نمیخواییم. سلام، تشکر میکنیم. بله، سلام علیکم. بله، آقای خطاب. بله آقای خطاب، سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام و احترامات قلبی خود خدمت شما و همکارهای محترم شما و تماشا
تماشاگران تلویزیون پیام افغان میرسند. و علیکم سلام. آقای خطاب، موضوعی میخواستم بگویم که افغانستان یک مملکت در سال 1919 یک مملکت آزاد مستقل شد، از تصرف انگلیس در آمد، اما ببینیم که این مملکت با چی یک حالت بدبختی در ظرف 18 ماه توسط گروه خلق پرچم دوباره یک مملکت اشغال، یک مملکت تحت تاثیر اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی رفته. آدم تعجب به این میکنه که چرا چطور به این صورت این کار واقع شد. نفهمید در هفت سال و کودتا کردن در جدی در ماه جدی افغانستان اشغال شد در ظرف 18 ماه. فقط همون گفت همون یک مطلع افغانستان میز درخت میگه که دسته تبر از نه باشه، تبر مزدر نمیتونه. اینمی خیانت، اینمی گروه ها، اینمی منافقین، اینمی شیطان ها بود در افغانستان که مملکت خود هست زنان برباد کردن، تکت کردن و همون حفظ ناموس خال و حفظ استقلال افغانستان هیچ هم فهمیدن به چی هست و چطور باید چه هست. درست میفرمایید. نه تشکر، لطف میکنین. اما تو راست اما چی میگه از درون اون کسایی که خیانت کردن، خب او پرچمی ها و خلقی ها خوب آمدن وطن فروختن و سر نوکری اتحاد شوروی را میداشتن و سوگند یاد میکردن، خب دیدین و ویدیو ها را سر داستان کهنه سیاست افغانستان است. بعد از اوی دیگرهایی که ریختن و سر با یک چهار تفنگی که از بیرون از کشورهای مختلف غرب به اونا سرشانیشان داده شد که جهاد کنین، تو را تیشه دادم که زم بکن نه ای که دیوار مردم بکن، اما تو شد. و بعد از ای که ریختن و سب افغانستان امی احمد چای مسود علا قهرمان است، قهرمان خود قروخ کرد سب امی کابل در بدر ساخت سب او را گردن ای دیگه انداختن و سب دیگه امی فاجعه افشار کشتار دست جمعی ازاره ها و بالای کرسی ریاست جمهوری ربانی صاحب قائم شرش ساخته بود. و ربانی خب یک فرانت بود گفتی امریکایا و ای آدم اونمو رو نگه می داشت در رقیب از اونم علی و قهرمان است و قهرمان خوب باید بله. سلام علیکم، از افغانستان می فرماین. و علیکم خطاف از جور بخیر خیر و خیریت لکم جای غگی گیسه او دیر حالا سری پول چه خبری دی داری؟ خزو مکتب حالت هم خلاص هوایی دی جنیانو بقا چی سن سبازاز آزادی دی خدا زادی ما دی خارجان دی نمو بیدی دی و نسو مقبولی دی در شدی آزادی دی پروم لانه دی و لسوان تری مصاحبه و کرده دی سلاح سری پولا خواه چی دی ویلی ورطا؟ خوزه یو لطاسونو خواهش کنم چه تبلیغات که دی خو مثبت تبلیغات هم باید دوشی کنه. تبلیغ پا دی مانا چه اقا قایق بیان چه زی دروغ نگوارم چه وایو رما اوز داغ تاسی خونده خلق چه لسر پل تلیفون راو که و لجوز جانه و لمزار شریفه یا سرای دل ایرات تلیفون راو که دی ایرات اوزاد خپل تشریکی آزاد اقا تلویزیون دی غلعی که اقا ماورا تلویزیون ماورا تلویزیون ما آوره واسه و آوره الو؟ تلویزیون غلی که دلتا غگیگه غلی دیم که غلی دیم که غگیگه من در طول پرون در ملسوان سری مصاحبه و کردن در برنامه در جنالاکیم و چه در وقتی در قوه تو کوهندان در امنی وشا خواه تخواه در غلی دن تیز دعوا و زخونه چه تاجبان و توت چونی دلم و زمون را پا و در تکره در این دعوای او پریشی داغا چه اساس و تفشیرین در لگه اخلاس در دود پشان سو برا داغا ولسوان و چه زبلان شیخ تا زبت ظالم به چه زما دری ورین و جلو دادی ولسوان همیم زبت دیری شیخ تا وی داغا زوج دم ولی جازه را نکه علی موش دو نیا پیلان کنی ولی زخ پل بی جازه نسم کولی داغا فرمان کم
دونه د یو د خپل کمانډر جامارانو د شوز مکتب له ودا ټول ورته دا کایتاریا غره په تر کوڅه کې آزاد دې 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 په ځای کې ولا کته په چفلا خو ولې نو دومره زاجې دا څنګه د طالبان ایزا ته دی راتل دې چې وی کې په چې د ترات کې دا ورځ دا په نامه د افغان نشنل یو دغه د تلویزیون دا وګور سره دا د موشن دا دغه دې دا محمد موسی دې ته خدمت کوي دغه تبلیغات کې یو خبر خبره د لسو کال د مخه په یا د لسو کال د مخه په ورځ لا پره لا دي دې کې څه دې نه دي چې په آرام آرام د خطاب سات راځي سات هغه د چې دغه خدمت کې افرین دې دې ته باغ پلان موشه را تا باندې بچې پیدا ته قربان شوم دې که په طالبان ورن ته وان چې تا باید هغه عزت وکړي چې تا د شل کال د بیس کال مبارزه کړې ده موږ خوشاله ورور شه برغان قانون شبرغان کوم دغه آزادي د ولایي کړه د ځخه په وخت کې حرام حرام ده ټول تبلیغ لري مکتبونه مزار کې آزاد اتلل شبرغان میمنه سرپور کندوز دغه چې په سمنګان کې د تبلیغات د ځخه په چې کې ځای په یاد نو په مشانو حرام حرام ده ټول تبلیغ د ځانمانې کوي یی چې له تاسو ټول خارجان دی غواړي او جنگ پیدا دا په ما چې چې وي دا هغه د پدې تشتیلې مې نه ته ټولې پټې کوي دا هیڅ دا هیڅ سره لا ولا چې لږ دې دې ټولې په ما خالي دې دې زای مې پټې کوي چې څه باندې باندې په نامه دا هیڅ پټ نه لای درست دی چې دې په تاسو کې څه لا کېدای شي ولې په برای دا غوښته دا هیڅ مو چې مولې نه ما ته طالبان څه دې باندې په تاسو کې دې کې دې په دې باندې تاسو دې دا یو څه بلغان چې دا مخالفین دې د مسعود نه پاندې راځو بلخاص نه په تاسو ویل چې دا پوي چې هغه د والي ورغلی وو هغه ویل چې موږ د کیسه په تصدیق چې ویل شي په واسه نه ده یو مې نه ځای په چې موږ چې ما دې وګت پکې چې وای دا ښه دي دا مخالفین چې دا نه مانه په غوړی کې پوي چې موږ چې څه څه کړو دا په دې نه کې خیر خیر په شي نه د کور په تاسو په اړه ما نه ده نو ولا کل وزي نو ولا کې څه تجارت باندې خدای مهربان وو بش خیر خیر ته ولا دې تاسو د وګړي ورکه یا ولا کو زه خلک دومره خوشاله دي دا په ور وک د شپې نه دا تر سره دې په دې د الله دی په ورځ کې زره نه سره کېرا یعنی مو ورته دا الله څوک لیک پورته کوي دا فرین دا که ده خو او دا نو ډیره مننه لتانه تا قربان سم مقرر تیری یو څه دې زول سفر په غزه لري انا دې دا دې خبرې کې یو دا نه شته نور ور دې یو دا ټولو دا ټولو خو درو ته ګورو وای دا په بس ته دې Kata şu. Bali, selam aleyküm. Bali. Bali. Bali, selam aleyküm. Abdurazan Muhterem Kıtav Sayı Basın. Oh, selam aleyküm. Kuca asti. Kurban saat et. Kuvvet inşallah. Şükür alhamdülillah. Evet. Ekken roze جای رفته بودیم پروگرام شما را میشه شما خو جای رفته میتونیم ما جای هم رفته نمیتونیم بله ها شما نو کلیوال چی میگه ما دیگه امی خواهر ما که امروز آمدن گپ زدن بسیار با منطق خدا کنه که همیشه بیاین و من نمیفهم که چرا همیشه نمیاین امید است که همیشه بیاین و گپ بزنن بسیار مرا خوشم آمد بسیار با منطق گپ زدن نه ای که مثل همین انسان های لاوبالی که دروغ میگن و یک دفعه از دیگر میزنن و یک دفعه از درخت ها هیچ گپشان هم معلوم نی دیگه من فکر میکنم خطاب صاحب که همین یعنی به نظر من اداره یک مملکت بسیار مشکل است ما شما دیدیم که چل مملکت نوکرهای خود در اینجا گماشتن که افغانستان اداره کنن 20 سال طول کشید و از نهایت وحشت و کشتار یا کار گرفتن که مردم بتانن سرکوب کنن و در اینجا اداره را سر مردم بقبولانن امکان پذیر نبود و فعلا اگر ما از امارت اسلامی یک تقاضای داشته باشیم که در ظرف یک و نیم ماه یا دو ماه بسیاری چیزایی که در ظرف 20 سال امکان نداشت او را امکان پذیر بسازه فکر میکنم که اونقدر درست نیست چرا که حتی برای یاد گرفتن یک موتر طولش شاید 3 متر 4 متر باشه برش 2.5 متر انسان یک موقعی کار داره تا که او را صحیح کنترل کرده بتانه با وجود از او که بره اکسیدن میشه بعض وقتا و یک پا شما ببینید که دو تلویزیون که همیشه برای
فساد و به نفع امی اشغالگرا در افغانستان کار کردن که یکی از اوریوناس و یکی از تلوز او را بی سرپرست ماندن. یعنی امی یک اداره که باشه یک سرپرست در اونجا ضروری است. مثلا آدم یک خانه جور میکنه، خدا خانه جور کرده نمیتونه، مهندس هم میاره و گلکار هم میاره و نجار هم میاره و چون خود آدم به خود بهتر از نگاه کرده دلسوزی داره، اما امور از اون بسیار آدم میتونه که به وجه حسن یک خانه را به نرخ کم به خوبی او را جور کنه. اگر نیکه در دست اجاره دار آدم داده شه و هم در سمتش و هم در آینش و هم در دیگه چیزی میکنه. لحاظا در حکومت افغانستان هم فعلا شما فرض کنید که یک نفر را که نشناسن بیارن و او یک نفر شاید که آدم خوب باشه اما او یک سستنسور باشه که او را خارجی جنتایش او را زیر فشار بیارن، او بگیره تمام احوال که در کابینه است و راز که است در بین حکومت او را به خارج انتقال بده. یعنی همی حصول اما قدر که حصول استقلال یک مملکت مشکل است، اما حراست از هم بسیار توان میخواه و بسیار احتیاط میخواه. یعنی ما خودم فعلا موقف امارت اسلامی را ترک میکنم، چرا که اما در سطح پایان که یعنی از وزارت پایان باشه و در سطح از این که مثلا یک انجینیر کار است یا مهندس کار است یا یک باید همیشه خوب ضرورت دارن و میخواین همی مردم به کار پرتن. حتی در اون فاکولته هم یک نفر ملای را که در اونجا وظیفه دادن یک عالم یک دانشمند را همون میداره بسیار به وجه احسن همگی استادار در اونجا اداره کنن و نمانه که پانتون مثل سابق واره در اونجا به اصطلاح جای فعالیت کمونستا و شولای ها یا مثلا از این ازارل دیگه ارازل دیگه شوه دیگه. من فکر میکنم که امام درست است، چرا که اداره مشکل است که امون نفر که اداره میکنه انسان باشه که او خوب و بد خودم بفهمه و عقیده اسلامی هم داشته باشه و امون نفرهای دیگر مواظب باشه که و کار خود صحیح کنن دیگر. او خوب کدام درجه علمی کار نداره و یکی زمین تلویزیون ها گفتم یا شما ببینید که چون سرپرست در اونجا وجود نداره میارن یک نفر رزیل را از آلمان مثلا مثل وایس واره یا یک نفر دیگر را طور مثال من در اینجا میگم، باز مقابلش یک نفر از امارات اسلامی را میارن نور دو چند واره وقت میده و وام اقدر دروغ میگه. شما ببینید که با یک آدم دروغگوی اقدر مشکل است که آدم با او ایران میمونه که چه قسم برخورد کنه. حالا یک نفر میاید در خانه شما دوزی میکنه، خدای نخواسته شما او را خوب صحیح میشناسی، وقتی که در محکمه سر از او عرض میکنه در اونجا میره اعدام میکنه که نهی خانه مرا دوزی کنه یک تومت دیگه هم دستر آدم میکنه، او را شاهد هم نداری ایران میمانی که چی کنی دیگه. با یک آدم دروغگوی بسیار که او قدر رزیل و بیسواد و پست و نالایق باشه مثل وایس ناصری واره بسیار مشکل است که پرچمی ها و همی کسای خلق و پرچم است نمایان مردم ها او را میشناسن، او ها زیاد میاندرم اونجا و کسایی که نیش میزن همی حکومت او را زیاد خود چی میگه دیده و بدانسته همون مردم اینا قصدن دعوت میکنن که تخریب کنن در حالی که او که فرموده شما که چون در اونجا یک اداره نیست امو انسان های موغز و جاسوس هنوز هم کش میکنند که شما در صفحه انترنتیش باری که به چی قسم یا تومت و چی قدر یا توهین و تحقیر میکنند که باید سر از این پستا گرفته شود بر از یاد اگر موقع داده نشه. یعنی اداره مملکت هم بسیار مهم است، اشخاص مخرج جاسوس سستنسور بسیار زیاد است. امو مولانا گفته که از این سستنسرها گفته شعرش هست که گفته دل من گرفت و گرفته مرا شعر خدا آرزوست. یعنی امو یک شخص که اگر عالم باشه و با انصاف باشه و عدالت داشته باشه و امین و راستکار و صادق باشه و از خدا بترسه و بسیار مهم است که در رأس یک اداره درست میفرمایید. یعنی در اونجا بیایم یک مطلب دیگرم
می گفتم شما ببینید که یک نفری که قدر ابن الوقت می باشه، قدر رزیل، قدر بی سواد می باشه، مثل ویس ناصری باره که سابقا می آمد از خود اشغال دفاع می کرد، وقتی که در بدگوتیسبرگ بون رفت تمو بکس بچه اسماعیل خان از پشت پشتش لنگک کده لنگک کده می بود، خو می فهمید وقت افغانستان خو اشغال شده بود، خود اونجا باز میگه که ولا در اونجا وقتی که بر ربانی وقت ندادن فیلی که چقدر خیانت در بین ازی هست و ای بیچاره در پشت هر امی کدام از یاد دوید و باز او همون کار خود سرش میکرد که خوب باید بیا برای من تکت بگی و بیا این پیسه مرا در بانک برو برای من کن تو واس کو مرا ببر در این شار در او شار، باز یک 50 یورو اضافه تر میداده شد از اون مصرفش کرده، وقتی که باز همون کارش خلاص میشد باز این دلاغته میزدی بیچاره بسیار رنج دیده است، باز این طرفداری از او را نمیکرد، باز این طرفداری یکی دیگر را میکرد، بین این قسم این روزگار خود تا حال تیر کرده و از خود اشغال از قرارداد امنیتی بسیار دفاع میکرده که از خود عملی خارجی ها در افغانستان و امروز همین دفعه آخر آمده میگه که این یک جنایت بود که خارجی ها در افغانستان، یعنی قدر یا بی منطق هستن، این موقف ندارن بسیار بله بله اشخاص بله. رزیل بی ایمان بله. و پس تسلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. سلام علیکم آقای خطاب. خوب است آقای خطاب. سلام، ما میخواستم یک چیز سوال کنم، یک چیز پرسان کنم. میره من یکی از این پروگرام های آقای ماین افغان یک پروگرام ها دیدیم بسیار جالب بوده، چون که شما قرآن شریف به زبان فارسی و پشتو ترجمه کردیم، در این صاحب امیره ما از شما خواستم پرسان کنم. ماین افغان از یک طالب پرسان کرد که چند سال هستی، گفت که 16 ساله. بعد ماین افغان گفت چند سال شد امرای طالب ها کار میکنی یا فعالیت داری، گفت 3 سال شد. بعد از پرسان کرد که بهترین آرزوی تو چی هست، گفت که بهترین آرزوی من شهادت است. و چند سال دیگه کدو خو نفهمیدو. بعدا یک کلانترشان آمد به نام آخومزاده، از آخومزاده پرسان کرد که آخومزاده صاحب شهادت چی مانا داره از نظر شما. آخومزاده گفت که زیاد مانا داره مگم، اما 3 مانش برات میگم که بسیار مهم است. گفت اولی که امی خون شهید که هنوز به زمین نریخته خداوند او را میبخشه و میبخشه. و بعد از او گفت دوی بشیسته که صاحب 72 دانه اور منتظرش در جنت است، خداوند برش میده. سیمش گفت که 7000 نفر میتونه که شفاعت بده، شفاعت بده دیگه. یعنی میده صاحب من نفهمیدم که ایزه شما ترجمه که اینده کنم جایی یه هست در سال قرآن نکنم سوره در کنم مایش آمده تشکر اینه میده بسار. بله بله برامه یک سوال خرچه باید دیگه یک همیجه یک شیر مولانا است میره کتا برتان میخوانم اگه تازه شما بفرمید شب میرم. زپدر پرسید روز یک بسر، بهترین دینها کدام از سید پدر؟ پدر گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دینها ندارد اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف بیشتر آمد بدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. یعنی دیگه سوال اونی میره اما این هم افغان هم میره. بله 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 شنیدم بوره سه شنیدم سه بوره. بله بسیار زیاد تشکر. اول خو شهادت یعنی بهترین مرگ پس رجعت کردن شهادت است. در قرآن واضح خداوند تعالی می فرماید که کسی که در راه خداوند شهید شده، یعنی که خداوند درجهش تعیین کرده و خداوند می دانه، او را مردن نگوین او زنده است. به این معنی که تو فکر نکنین که رفت و مرد و بسیار یک خود مرگ یک مصیبت است. در قرآن واضح فرموده خداوند لایزال میگه اگر مصیبت مرگ برای شما در انگامی رسید، باز مال و دارایی تان و معاملات تان بنویسین. یعنی در این انگامی که شما در حالی از هستین که فکر میکنین میمیرین و مرگ به سراغتان میرسه، مصیبت مرگ باز امور بنویسین. یعنی بیشتر یعنی درج کنین که دیگه منازعه پیش نشه و دیگه نشه در ورثه و اینا. یک آیت است. وقتی باز شهادت میشه میگه یک نعمت خداوند است که خداوند یک نفر که به شهادت میرسانه او زنده است. و حتی در قرآن واضح بیان شده که نزد ما روزی میخوره، همینطور که شما غذای چی میخورین، همینطور روزمره
این جهان میخورن، نزد خداوند اونا روزی میخورن که روزی یعنی یک نعمت نصیبش میشه که یک نفر غذا میخوره روزی است، یک نفر رسوخ داره روزی است، یک نفر یک نعمت دیگه نصیب شده او هم میتونه روزی باشه، یک فرحت، یک عطا، یک عنایت پروردگار لایزال نصیبی از او میشه. این روزی ها صرف مسئله غذا نیست که آدم تناول کنه به میده آدم تعلق بگیره، دیگه میگه نزد ما روزی میخوره. وقتی در قرآن مراجعه میکنین همین چیزا را تا حدی که ما مطالعه کردیم از قرآن برداشت در رابطه همی است که شما برین با جان مال و داراییتان در راه خدا جهاد کنین، جد و جهد کنین. وقتی در راه خدا مالتان صرف کنین ثواب داره، وقتتان، تخصصتان، هر وسیله ممکنی که خداوند نصیبتان داشته در راه خداوند شما او را خرج کنین، یک نحوی از جهاد است. اگر شما صحبت حق کردین جهاد است، اگر پول مصرف کردین جهاد است، اگر باز در سنگر داغ رفتین جانتان قربان کردین که جان بهترین، عزیزترین بر انسان ها جانشان است. بعض دوستا که همینجا والا بیاد محمد خداوند سبا جان عزیز ما را که خواهر مهربان ماست در هالند تشریف داره، تکلیف مریضی آیده حالشان گردیده که انشاءالله خداوند بخیر میان جامع و خداوند شفا بتیشانه، صحتمند شون، یک دعا میکنم در رابطه تشویش فرزند کانسر نباشه، سرطان نباشه. چی معنا میده که یک آدمی که فرزند در سنین 60 و 65 همی طول عمر انسان 80 که آدم برسه او رو در کراچی طرف میبرن یا یک آساچو بود دیگه، یعنی زندگی در حالت غروب خود میرسه که از اینجا. مگر امو وقت هم انسان کوشش میکنه که نمیره، به این معنا که امو حیات انسان عزیز است نزد انسان ها. میگه وقتی امو عزیزترین تان که جان تان است در راه خداوند به جان و مال و دارایی و کی و او را باز آفر میکنه، او را پیشکش میکنه نزد خداوند در راه خداوند، صرف هدف خداوند است، باز خداوند او را شهید نزد خود فرا میخوانه، رجت میکنه و نزد خداوند روزی میخوره. دیگه به اون معنا هم بهترین خروج از این جهان پس رجت کردن نزد خداوند شهادت است. دیگه وقتی او جوان گفته که آرزوی ما شهادت است، که یعنی بهترین مرگ نصیب ما شوه که قدر مقام عالی داره، که امو او دیگه باز افکار دینی میخواه که خود ایمان، درجه ایمان تا کدام حد هست. بسیاری مردم از ایمان میگن، تبلیغ میکنن، وقتی که باز در برابر پول قرار میگیره دوزی میکنن، در برابر ناموس، ناموس مردم دیگه دیگه، یعنی در برابر آنچه قرار میگیرن باز ایمانش زائل میشه. بعضی هستن که در سن جوانی که شما گفتین با 16 ساله است توی گارزو رو داره، او دیگه نهایت درجه ایمانداری یک انسان ها میره، و ای تو نیست که من برم خدا بکشم یا دیگه کنم. میگه شهادت بسیار برای ما خوب است، دوست دارم شهادت. آمدیم در رابطه با حورای بیشتی، خداوند واضح در قرآن میگن که مکافاتتان در جهان حورهای ردیف شده و اینا است که انسان این نوید میده، فرزن بهترین غذاها، بهترین قصرها، بهترین نعمات، که را با فکر عاجز انسانی ما که عقیده نداشته باشیم، بسیار یک نفر با بیراه هم میتونه بره بگه حوری بیشتی خو اینجا است. گفتیم یک افغان ما که یک بار آمده بود در امریکا، بسیار جالب بود، به همراه ما گپ میزد، گفت والا امریکا عجب جاست. گفتم چطور؟ میگه والا آمدم مغازه رفتم، همین چیزی که نعمت های دنیا در قرآن گفته بود که شهد، که شیر، که نمیدونم میوه، که گوشت مرغ، که گوشت فلانی، همین گوسفند و دیگه و دیگه، همش موجود بود دیگه. این میره من فکر کردم که جنت وار یک جای است امریکا، مگر او خوراک این جهان است، خوراکی او جهانه که آدم باید بسنجه. شاید خداوند میدانه خود برای اطفاء ارزوهای انسان ها، یعنی مکافات بر انسان، برای تشویقی که برای نیک رهنمون شوه و مو فکر انسانی سنجیده خداوند لایزال که مکافات بزن. بسیاری از ابا میورزه از که حتی طرف یک زن خانم حتی شما نگاه هم نکنین، در سوره نور میگه باز در او جهان دیگه خداوند اینجا یک چیز منع کرده، اونجا میگه شراب انتهور و امو از عوض کوثر برای شما شراب می نوشانیم و دیگه دیگه در این جهان گفته که شراب با شراب دوری کنین، از
حتی نگاه به یک دختر نامحرم یا خانم نامحرم یا خانم به مرد در او جهان وعده می سپاره. این یعنی موضوعاتی است که قابل بحث است که من دارم بعض چیزا که وقت تنگ است نمیتونم زیادتر صحبت کنم. مگر آنچه که شما شنیدین حق است. ای که باز نمیدانم شفاعت میکنه، شفاعت در او جهان رو بروی بمرای خداوند. وقتی شما مینشینین صحبت میدارین دیگه اونجا اتاق انتظار هم نداره، خداوند خودش میدانه دیگه. چرا اگه انسانی عاجزی که شهید شده و بازارها شهید رفتن از خداوند، او شفاعت شما رو کنه؟ خود خداوند میدانه و انسانهای خدا مخلوقش هستیم. مثل که یک کمپیوتر یک نفر جور کرده خب کلی چیزاش میدانه دیگه. یک آدم دیگه ضرور نیست که به دور یاد بده که چی کنه اینا. خداوند لاعزال که همه کائنات خلق کرده، سرنوشت انسان ها به دست ید خداوند لاعزال است. برای از او ضرور نیست یک نفر بگه چی کو نکو در این رابطه. او دیگه مو افکار ملایی و احساسات یک نفر شاید بوده باشه به نظر خود ما. مگر در قرآن تو مسئله شفاعت رو که باز فلانی بگوی خداوند ولی از خدا واسطه کنه یا رشوت بده مثل تو بنام زبلا مثل، ولی زی که همه چیز از خداوند است. ما از خداوند استیم، سرنوشت ما از خداوند است، او جهان ما، ای جهان ما. امی عقیده هم و عمده دین اسلام همی است. بله سلام علیکم. سلام علیکم ابراهیمی صاحب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سنگه ای سده ځوانه وځي زسه خو متنوي خبرې کوي. دوه درې ورځې زده لنګ شوم، دوه درې ورځې وخندهول شي چې هغه راغله و فکر کوي زه جنت والا دې ځای کې برابر شو خدای دې خیر کړي. نو والا ملامت کنه دې چې سهر یو سپیر وته مش کړه چې بازار ته لږ شهر شي. خطاب صاحب هغه یو متل دی فارسی کې وی چې الو بالا سر ملا دغه افغانستان دغه طب جنجالونه بدبختی چې دغه تلویخ تینه تلویخ تی خالی که تیری شوی او خصوصا در شل خالی که دغه غله جنایتکاران دغه نیم خلک پا درگ و آخته کرد، نیم پا در رقص و پا پایکوبه و اغا نورم غله در طالبان تا میراث بر پاته شد. در دستی اصلا خبر نده، در خبر اسم کنیش دستی که جور خلق طالبان تا پلاس برخدی در طالبان دیر و پده که باید زمان هست شید در جامعه بر جورشی جامعه مگه در بدر در درست وای درست خیگی در خطاب سفیوی نتیجه سیدال هم چه در امریکایان طالبان سر خبر امریکایان مطاجی شید طالبان سر باید جورشی زکه چه دغه د اشرف غنی تیخته د امریکایانو په اشاره وشوله و دلی دغه ده چه در شمال تلوار د امریکایانو سخت بیزاره شد په آخر که چون در دیر د امریکایانو سای غله و جنایتونه خسانتونه وشتره وکرل و افغانستان هم در بدره کرد که دغه صلح شوی وی دغه خلکو سهم اخست حکومت که و طالبانو در شهر نمندل و امریکایانو تا ناراضی بود. اگر بهترین کار در امریکا رو نظر دقیق شد چه اشرف غنی کرد چه تک چه طالبان نواجنی تیارم امریکا هم نورتر اگر کرد در دست بودش اگر لوی احمدزایی و بلادی دایی وی اگر احمدزیان لو دید نه والا چه احمدزایی وی که وردگ نیست چه اگر در اشغال خدمت کشو بخیدی ورد نه باید نوی تکتیه دلی اگر احمدزی رگی اگر والا اگر چه لمایدان یا وی راد دکتر نجیب راوست بیرته مگر هم اقل لار نه هم دقا هم چا مسود دو دوی ورته ویلی ویسی رازه لار سو اقی ویلی زنزم تاسی لار سو مگر دای او تکتی دیوان دای 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 دوال مزوری قرارداد در بیکار سکره و امریکانو بکرار واس پلای و دستی پا آخر که دستا و اقا که زیتی وزیفه ختم شغلا وزه یعنی دستی اقا مستقل سرای خطر نو دای ولی اول تا آخر او بل در زیو بشه خطاب سوام در وقت تاسو بود خیلی جالب شید اشاره وکر چه در جنجال در کوهش دیر افغانان سر دی که بیادی بی تاسو وقت رادیو دلو در که مجاهد سر مصاحبه و چه ما پر رادیو که در مجاهد سر دم در شهر و مرگوره
ما تاس خو بسیار دید پاک خلقه و بسیار خلق و تاس رو اعتماد هم دید مگم در حکومت داری خود هست اینه که ایشتانا مولای سایمان وی آن مولای هست خو حق دیدی بوده که چه باید سمو دیدی در طول که وقت بشه تاس خو طول خارش در آقا دید خارش هست مایده هست اینه که صبح خال سر درشی باید تاس رو دعوت بکنید لعوز هم این مشکل دید در افغانستان نفوس خو 15 میلیون خود هست طول مولای سایمان ندید اما دو سری شرایط که باید در طالبان ویب چه در پاکاری و که باید پس دیده باید سام ورد که از مثلا سید جلال، سید مسعود در اقتصاددان دست نور پزرا و خلق دید چه در خلق باید راوی دید و ادام استفاده باشید اما به نظر استفاده خوب باید خوی یا مشکل دام در ورور در خپلا جلالیار صاحب مویلی دیتا اجاستمنت اکلیمیدنگ اکلیمیدنگ یو کلمه دی انگلیسی ده دیره جالبه ده یو سرائی چلی او ملک زی و بل ملک ته و زیل افغانستان چی راغلی اومه دری چل ویخ کال مخ که تر یو دو افتو خوزو بی خوب اومه ایچ خوب من نراد یعنی گرد ورد و خوبونه می دورازی با ویدی که دن دشپی با ویخ ناستوم بیا او روست ده هر شای ما تا اغیو یو رقم دیر اغیبو سایب سترینج سیورتوی پا انگلیسی که اغیبو بیا رو بیا بلد سولم پا همدغی شرایطو باندی اگه دی افغانستان مسئلات سی دا هم دا سی دا ترچو چی سرای بلد سی یو آلت سراید حال تا خلق او صاحب آلت ازادی دا او صاحب اغو پیسی وی او صاحب انجی او و او صاحب موترو نو بلو بلو اگه طبقه دیر نارام اسوا اگه چوک چی پا حکومتو کی و کش پیسی او ترتلی اگه وی دا اگه چوک چی اگه خیانتونی کری اگه اون نارام دی اگه غلای کولا شو کونه کولا بیا که نیم کول اگه چوک صادقانه ایم کار کوده اینجو گوانو که با تیسه دریسه و دالار بای ما شو اگه چی ضرب دیلید اتو که تقریبا سلیر پینزوی در زر افغانی با ار امیاس با جبت ورتلی و بیا رشوتون دیرو و داغا یو سرای با چی و دفتر تو دادی پارلمان خلق با چی وال تا و یه هزار دالار پارلمان چندان پیسی نیست سایب که در دفتر بره کار یکی رو خلاص کنه سایب یک لک افغانی دالار تقاضا میکنه فرزن یک قرارداد با او لس میلیون دلار اگه تی بیل کاری تخلاص میکنم بچی او در یا بچی کاکا بره من یک لک دلار میتی ها صدقی سرت بیادر ده میلیون دلار کاری مرا خلاص میکنی یا والی یا چرت با والی مقرر شد اگه تی بیل او چی والی سای بلار سا اولا خو یک لک روپی هم داو سرا که بیالتا چی لاری پی میاس که دومره پیسی عاید لری داغا جای نو میاس که یو شل زر نورم را لیگه نوری بیادی تا داغا سی حالت تو پغکی اوس نو یو عادی حالت وروره درته وایي چې تا ته برابر 8000 افغانۍ معاش درکوو نو ته راځه ډېر کار به هم کوې وشکو زیاتي رشوت هم خوړی نه شي او 15 وخته مونځ در باندې کوو د خبره او سر دې هم کوخوره ولا سر به دې مات کړو دسپلین ده کن یعنی هغه ډار د عدالت هم ورباندې ده هغه سړی سرغوچونه الوځي هغه په هغو شرایطو ډېر عادت و اوس په دې شرایطو بیا چې هغه سي تړلی چرک سي ډېر خلک زړه نښه کوي صاحب دا له سره باید هغه سي خلک را پیدا شي چې هغه شرایطو سره ځان برابر خطاب صاحب دغه غلونه یو سړی دغه درې هفتې مخکې طالبانو را تخې کابل نه که قرضداره وبخښه هغه خبرې اودې شوې خلق رجی بکره و زیتی عوضی سی که بولای دم خواهد که دست کشی در طالبان هم بسی که در غیر شرغانی حکومت یاده کردی تو نفر وستادار و تروستیری چی در خپلوان در دست آقا آقا طالبان هم میری چه برو در در شریعت حساب در در آقا در تو پر چوکاری که چه آقا پیسی که آزنی کردی خواهد خلق و وایل وایل و منکر و آقا خود زیتی در روابط بیتر به اول روز ویدی چه والا چه ویدی چه در غلق هم شد کابل که بینه غلق هم در طالبان روز دیش را هستی غلق هم کنه شد اگه سالی وردی چه خدای ده خونه که وی غرق خود تبیش ده پی خلق پیسی ده پی کری وی وی وحاله در وحاله وصف چه آخر اخلال کرد و چه توبه می ده و دیکتر دیدون قرداره شایده هم یو چه در ویدو سالی پیسی خوالی دو دست غلط ناراضه دی دیکتر وایسه دا غلطی وقت آخده و دا ولا ما جورنالیست استم صاحب خانه ما خراب شد و وطن ما خراب شد که فلانی و سره دا ولا خود آقا دسته و جورنالیست ما ندل دل افغانستان خوز عمل تو ما صاحب دا جورنالیزم فاکولته به چول وسته ما جورنالیست استم بیا بدیش خبری و سره کردی پا دری تنگو نرزی دسته نه پا خبر پیده نه پا نتاکیب دا مونگا خود رو خلقی و صاحب دا جورنالیزم هم تجربه هم باقی دا پا کار دا زینی دی تیز هوش خلق دی پا هر مسلک کی لایقی
که نه ایم درسیم نه ویلای آقا خپل شعوری و خپل استعداد نکارم. دانو صاحب ما جورنالیست استیم ولا صاحب کار ما خراب شد. بلادی وای خلار سه و بل کارو که جورنالیستی و سو ضرور نده چه سرای جورنالیستی بایدم ده و دوگوی رازی پا ده آلمان که نه پا آلمانی پیگی نه با امریکا که پا انگلیسی پیگی نه راپور طول اولای سی اما اگه افغانستان که دیوگو کار خراب سوی اگه هر چه تیزی کنزا کهی سه برور خطاب سب دلتا با دو کمپو که ده سال شروع کرده دیر غد غد کسیون جور سی بیده آقانان چرا قدی تباور که دیر شرم آور دی سایی ویلی نشی ولی ده قدی و واقع واقع یو خزی بندی عمله کرده و ریب که ولی امریکایی بی آقای دلتا با دیالاسکانان جلوی بنده تجاوز جنسی شوی و جنیا پرده که یو بل باش سپینگیر سر تیرل کمالک بونه خیزا چاوله تداس واشی خالی کرده خدا و روسی نگدی خوزه دو قطعی زغلنده ها بس تخت تنگی بکورو که دا کابل یو آقا یو دیموگ یو معلمو پودا سنف دیا نپیگم آتم کیو نم کیو خود اگر دیر یو شریف سرای و دا غند دا قانون اساسی لیاده ماده اول تر آخر پوری غند زفتی و پدا فکر که نو اما غای درس مکتره که و دا بچه آغسو یو گرد مخیمو دیر خلکو بندی گران دا آغسو دیمو یو دوستو شیرخان ریشتین دیما ملگره و ادیر تو کیو دلتا کودتا داود خان سی او سو یو وره لاسی و تکه و اخ و آقا معلم صاحب خو غون زوند تباس و مالی ولی و آقا غون قانون اساسی خو لار لمنز بل قانون رازی آخو اغزفت کرده و لما غنه پیسی خوری نو او سم دویلان دی حکومت پیسی خوری شون از تبا تبا شون پوس بود پا ما خده که پا ما خده که سه پا ما خده که پا ما خده که دوستانی عزیز بسنده میشیم هر کدام با خداوند سپاریده انشالله فردا در خدمت شما خواهیم بود پا ما خده که سه